سلام دوستان ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود دیگه اینجا خودکسته ما گفته بودیم که هر دفعه در هر موقع ببینیم که حرفی برای گفتن هست میایم اپیزود داریم و در صحبت میکنیم اگر اطلاعاتی باشه که در واقع به دست آورده باشیم داشته باشیم میخوایم با بقیه به اشتراک بذاریم میایم صحبت میکنیم خدا که اتفاق کم که نمیافته در واقع تو این روزا هر روز یک مدل اتفاق هر کدومش به یک مدل در واقع کننده ناراحت کننده ولی همچنان خیلی خیلی امیدوار دیگه روز که نه چند ساعت چک نمی کنیم یه یه چیزی اتفاق میفته من وقتی که کار میکنم وقتی ایمان زنگ میزنه من گوشی برمیدارم میدارم میگم انقلاب شد تو اول همیشه هم. آره همیشه چون هر موقع زنگ میزنه من یه چیزی شده من مثلا حواسم نبوده خبر نداشتم ایمان میدونه زنگ زده بگه حرام شده به من بگه نفر دوم نفر دوم Uh, یه جوری من تو این اسپیس ها نشستم انگار مثلا واقعا می یاده چی می یه این جلس هم درداریم. مثلا <تصح> دیروز صبح من ساعت هشت بیدار شدم گوشی رو باکم کردم توییتر رفتم چک کردم دیدم ایمان یه توییت زده نوشته که شیش ساعت قبل بعد <تصح> همون لحظه هم توی اسپیس بود بعد زور که زنگ زد بهش میگم بخواب شبارا یه ذره با اصلا واقعا, واقعاً نمیشه یعنی من شبا با س... یا تو اسپیس خوابم میبره یا توی مثلا یکی از این شبکه ها یا واقعا کم میارم شبکه شیش دارم نگاه میکنم دیگه اونو نگاه نکن شیش ایران آره شبکه خبر میذاری که ببین حالا اطالا دولش بیشتر ساعت میکنیم تو اپیزود ولی واقعا نیازه که دیده بشه به نظر من یعنی کسایی که دسترسی به اطلاعات آزاد دارن اگه با در واقع اون جمهوری اسلامی هم آشنا بشن خیلی راحت براشون فهمیدن که کجاییم آره آفتن. توی این انقلابه شرط اولی که گفتی خیلی خوبه اگه دسترسی داری آره. آره. دیگه یعنی معنی که میتونم با هم دیگه مقایسه بکنم خیلی بهت کمک میکنه که یه تحلیل درستی از اینکه کجای این انقلاب هستیم داشته باشی ولی اذیت نمیشی ببین چرا خیلی اذیت کننده است خیلی میخوای مستقیم در مورد این صحبت کنم یا که تو میخوای در راستای اپیزود تو باشه بز آر... اخون قسمت دوم اپیزود می خوای اوکی okay. باش پاس بز بز بریم سر, سر اپیزود سر جام جهانی <تصفح> <تصفح> آره جام جهانی هم که اصلا هسند... آقای کیروش یه حرکتی زد که یعنی از وحید امیری تو جمهوری اسلامی قفل این حرکت کرد مهدی ترابیه مهدی از وحید امیری مهدی ترابی, ترابی... مهدی ترابی, ترابی تر بود <تصفح> آره توی یه ای که داشت شاید. ازش در شرایط فعلی ایران پرسیدن همه میدونیم تا همه کسایی که الان این اینه اگر این اپیزود میشنوین شما در آه. اطلاعات رو دارید ام، ازش میپرسن که در ایران یه حرفی بزن برمیگردیم میگه که شما یه شبکه خصوصی هستین برو با باست صحبت کن برای من یه آفر خوب بیار تا من صحبت کنم بعد جام جهانی اصلا سو دارو نوشته بود که این آدم که احتمالاً احتمالا مثلا جز آخرین کارهایی که توی شغل حرفه ایش انجام میده دیگه بهش تیم که احتمالا نمیدن به خاطر اینکه آخه هر جام رفت, تیم خاصی کلمبیا و مصر و اینا همه همه بخش دو بخش ریت توش اومد بیرون دیگه اومد آره. دور یهو دیدش که به به توی سن حالا چند هفته دو خورده سالشه یه تیمی که رفته جام جهانی رو یعنی ما رو بردیم جام جهانی دیگه بهش دادن و گفته فرصت خوبیه ولی نمیدونست قرار اینجوری بشه دیگه آبرو آبرو برده رو ببین ببین حالا میدونی من چیزی که بود قبلا کیروش به این معروف بود که حالا توی جاهای مختلف پشت مردم چه میدونم حرف زور توی کتش نمیره با همیشه دعوا داشت و فلان مردم نه برای منفعت تیم مثلا هم، حالا م... نه نه اینو میخوام بگم منفعت خودش با اینکه در واقع یه ذره وکال تر باشه نسبت به مشکلاتی که وجود داره منفعتش اونجا بود خب این یه که خوبی بود که ما نمیدیدیم توی بقیه حالا کسایی که شاید تو ایران بودن شاید یه همچین رفتاری کم پیدا میشد نمیگم نبودن مربیایی که صحبت میکردن علیه سیستمی که وجود داشت ولی اینم از دستا دیگه تقریبا هیچی نداره برای ارائه همین دیگه اصلا حالا فوتبالی ها همیشه قبل از جام جهانی کلی هیجان و بعد هممون حالا اصلا کسی نه حوصله داره نه براش مهمه بعد آخه کارهایی هم که میکنن دیگه یعنی اینا رفتن قاطی اون پروپاگاندا اینا شدن اون جلسه مسخرهشون با قاتل پرونده دار و خم شدن تا کمر و بعد آخه شما نگاه کنید اینا پولدارترین قشرهای ایرانیان دیگه ورزشکار فوتبالیست از نه هر ورزشکاری اینا دیگه مشکل مالی که تو زندگیش ندارن اون آقای وحید امری که من نمیدونم چرا فکر میکردم آدم حسابیه آره اصلا نمیدونم چرا همیشه این آدم حسابیه منوامت. میگه ما رو حمایت مالی کنید بابا خجالت هیچ مردم تو فقر و خودش هم مثلا مال خطه ایه که محروم نگرشون داشتن به نسبه ما رو لورستانه بعد به قاتل پرونده میگه که ما رو حمایت مالی کنید و خجالت بکشید آخه بعض بعد بعضیا میگن که ما نمیدونیم اینا چی بهشون میگذره اینا آقا مگه فوتبالیست دیگه من نداریم مگه وریا قفوری نیست مگه آره بازی کالا منم همین ده تو همین ذهنم هم همین بوده که ده 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 شاید ده 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 مثلا خیلی روشون فشاره ولی آقا رو همه فشاره دیگه برایشم هم من همیشه از اولش این باور خودم داشتم یعنی خودم خودم نقض میکردم که اگر که یه ذره حالا اسم و رسم دارتر باشی توی اون کشور خیلی کم تا... خیلی سختتر میشه اذیتت کرد صد درصد و دیگه خب اینا دیگه از این اسم و رسم, این رسم دارتر این, یه ریاکشنه فکر کنم نرمال بود که این تعداد آدم رو دید من خودم میگم مثلا این تعداد فوتبالیست اومدن تو اون جلسه شرکت کردن و خم کردن و اینا یه لحظه اصلا آدم میگه نه قبلا هم اتفاق, من می اتفاق من می می این این تعداد نه کاروان میگیره اونجوری اونجوری خندشی کاروانه, می اون آره. کاروانه. ولی... چیز میومد خدافزی بکنه پیش رئیس آره. هم میرفتن ولی توی این شهر شرع... آره. یعنی شرع. همون روزی که این همه حالا خبر اومد این همه بچه در کشته شد همون روز خیلی خیاره بری اونطوری عکس بگیری اشوه بیای پی بزنی همون اون اشیا یعنی اون اش... یعنی عکس از همه کیزار... بازیکن ها اومد بیرون دیگه تمام کشورهای کشور رو... دنیا این های مزخرف رو گرفتن یکیشون نمیخندید جدی من بقیه عکس رو, آره, بقیه اکس رو آره همه رو... خیلی سنگین قیافات جدی رو احمقی حالا مم. ولی حالا یه آه. یه موضوعی که خوش آزاد کنیم راحت بشینیم اینجا من هر وقت بزنیم نه دیگه واقعا آخه بعضی موقع اصلا اینقدر عصبی میشی فوشه هم نمیاد یه <bağ rule cefTop> <theory> موضوعی که حالا تو خود که از همیشه در موردش صحبت کردیم توی کانتکس های مختلف این بوده که اخبار منفی یا کامنت های منفی همیشه اگه تعدادشون هم حتی خیلی کمتر مثبت باشه خیلی بیشتر دیده میشن بولد میشن حالا بحثی کیروش اینا شد توی کتگوری فوتبال خواستم بگم از این ور اتفاقات مثبت همون فوتبالم علی کریمی و علی دایی واقعا اون هم تا همین الان کم هم نذاشتن نه صد در اونا هم آدم حسابی داره فوتبالمون با اون مملکت آدم حسابی داره, داره مملکت که آدم حسابی داره, 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 داره فوتبالمون هم آدم حسابی داره اینایی که تو تیم, تیم ملیان این کارا رو میکنن دیگه من نمیدونم یه دونه سردار آزمون بود که فقط یه چند تا استوری رفت و حالا اصلا معلوم هم نیست بازیش بدن ولی بابا توف به شرفتون خیلی از کسایی هم که من میشناختم که بیلی تایی کرده بودن میخواستم برن قطر نمیرن یعنی سر همه قطر حالا <applause> بماند <applause> که ایران چه انیزد قطر چه انیزد ببخشید واقعا قطر <applause> که دیگه واقعا من خوشحالم که اتفاق افتاد یعنی به نظر من جالب بود <applause> که اون فیفایی که تا دسته فساد داره توش شنا میکنه بیداد, بیداد میکنه اونم یه جورایی معلوم شد که چه خبره ولی هم با اینکه قول داده بود که بذاره در حین بازی ها توی استادیوم ها بیر آبجو پخش بکنن یا بفروشن دو روز قبل از اون ترمش چیه چیکار کرد؟ میگن ادعه. یعنی چی؟ توی اصطلاح اسلامی دروغ آها. دروغه ولی دروغ. دروغ یعنی شما یه حرفی رو یه جایی میزنی میگن یعنی فعلش خوده کردنه آره دیگه بعدا به مصلحت جامعه اسلامی شما میتونید دروغ به اونا حرف رو عوض کنید ام. امروزه بهش میگن دروغ اون لفظی داشت که توجی پذیر بود و ایشون نظام... دروغ گفتن و چقدر, و چقدر زشت و چقدر زشت یعنی اون پستری که ما بیرون واقعا فهمیدم آره کردم که مثلا پستره جمهوری اسلامی که دیده نمیشه درست مثلا نگاش نمیکنن کسی بهش توجه نمی کنه پستر یه پستره دادن بلد. که چیکارا ممنوعه در قطع نمیتونی بزنی هوموسیکشوالیتی ممنوعه که اصلا این با باش اصلا باشه ده. اصلا اوکی ولی نمیتونی ببینیش من واقعا خوشحالم که داره این اتفاق میفته آره آره ببینن يعني... واقعا اصل این موضوع رو یعنی نه این هم اینو دیدن هم دارن اینش که تو ایرانه که خیلی ها نمیبینن اونش هم که اون یکی مدلش هم که توی قطر دارن میبینن واقعیت اینه آقا آزادی و انسان بودن توی این دین جایی نداره م. راحت یه خبری اومده بود که مثل اینکه تبسره گذاشتن اگه سویت های گرون رو بخری نوزه هزار پوند یه چیزی میتونی بیر بخوری اصلا این بیه بحث بیر نیست دیم. بحث همون دروغ گفتن است. به خاطر اینکه این, این لامصبا اون موقعی که داشتن اول تا آخر فیفا رو رعایشون رو می‌خریدن کلی لیک کردن نمیدونم دیدید یا نه از 22 نفر فیفا آن رو برید ببینید آره 17 18 تاشون رو با ارقام میلیون دلاری اینا خریدن رعایشون رو آره. من من نمی‌دونم سال 2000 تو بود 2010 داکیومنتری روی نتفلیکس فیفا آن هر جا الان تو یوتیوب بزنی همه جا این اخبار لیک شده اش هست شد. سال فکر کنم 2010 رأی‌گیری انجام شد از است دو نفر هم چقد اینا 17 تاشون رو خریدن راحت توی کنفدراسیون را یعنی را مختلف قبل جام جهانی قبلی بود دیگه 2010 رگلی 2010 بود بعد اون موقع اصلا توی ایوالویشن اولیه که اومده بود نمیشه بود اصلا قطر شرایط میزبانی نداره به چند دلیل هواش خیلی گرمه دو اصلا فوتبال اونجا خیلی اینفراستراکچرش <تص> هم نداشت آره آره حته فوتبال خیزی نیست خلاصه هوا رو که تاریخ بازی‌ها رو عوض کردن بر اولین بار حالا اولین بار این داره جام جهانی توی پاییز برگزار میشه بعدم که این داستانا بعد قطر میدونست اگه از اول میگفتش که ما میخوایم این کارا رو بکنیم نمیذاریم نمیدونم شما با پارتنر دیت کنی نمیذاریم فلان لباس خودت آره دیتینگ چه هموسکشوالتی لباس خودت رو قطر بهشون میزبانی رو نمیدادن اون موقع خوده کردن و همه اونا رو گفتن ما اجازه میدیم الان دو روز مونده تحویل بگیرید بعد همین خیلی مدیریت اینو میخواستم بگم یعنی واقعا هیچ کدوم ماها هیچ وقت فکرش رو نمی کردیم که یه روزی برسه که تیم ملیمون دوست داشته باشیم زایع بشه آره آه. 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 هیچ وقت همیشه ما حالا زیادم تو پادکست بحثشو کردیم تو ایران انقدر نشده همه چیز یعنی هر چیز که ما میخواستیم از بچگی نشده یه دونه جایی که میتونست بشه ورزش بود مثلا کشتیگیرمون میرفت فینال حسن یزدانی اونجا اگه میباخت همه ماها ناراحت بودیم ولی یه خارجی مثلا کشتیگیر آمریکایی بره تیلر بره به تو فینال آمریکایی ناراحت نمیشه بخوانی که ورزش برای اونا ورزشه اینترتینمنته ورزش برای ما چیه یه جایی که شاید خودمون بتونیم نشون بدیم تیم ملیمون میره میبازه اینجوری که وای اینا امکانات ندارن نمیدونم آخه نه تنها یعنی حتی برای بیننده اینه که برن خودشون رو خالی کنن یعنی یه جای واقعا آره خیلی آره جای فانی نیست دیگه. آره حالا همون کسایی که میتونن آره خلاصه کی بود داشت میگفت دیدید ورزشکار امید داشت میگفت میگفت ورزشکار خارجی مثلا میرن توی مسابقه میبازن واکنششون اینه که من مثلا تلاش خودم رو کرده بودم خیلی با خودشون خوبن من تلاش میکنم مثلا دور بعد بهتر باشم ایرانی ها. من شرمنده مردم من روم نمیشه تو روی مردم نگاه کنم و اینا ولی این لامسا جمهوری اسلامی دست رو هر چیزی میذاره قشنگ از اعتبار میفته اینا حالا ما دیشب هم زدیم که اولین چیزی که دست روش گذاشت از اعتبار افتاد پول ملیمون بود آخریش هم تو الان که تیم ملی, تیم ملی. اومدن استفاده ابزاری بکنن سرکنگبین سفرا فوزول اصلا دیگه هیچ ارزشی برای هیچ کدوم از ایرانیایی که حالا سمت مردم اونایی که مزدورن من کاری ندارم برای ماها نداره وقتی تو کشورت بچه کوچیکو دارن اونجوری میکشن بعد تو میری عکس میگیری خوش خدمتی میکنی با اون قیافه و کراهت و پینشون میده من واقعا حالا الان که ما داریم زحمت میکنیم که بازی نمیدونم پی یعنی اسم زیدشه نه اون نوه خودش میگه نوه اصلا همیشه رو حرف نزنید. ما الان داریم ضعف میکنیم هنوز بازی با انگلیس انجام نشده ولی من واقعا دوست دارم که این سه تا بازی که انجام میشه تیمای حریف با شرف باشن زانو بزنن اولش یا یه حرکتی بکنن در حمایت از مردم این اصلا حرکت سیاسی نیست در حمایت از مردم و انسانیت و این بی شرفا هیچ کاری نکنن تا چهرهشون بیشتر یان بشه ببین یه سری حرفا حالا اح... نمیدونم حرف خبر چیه که میگن که حسابی داره قطر تهدید میکنه خبرنگارای ایرانی و را نده دیگه را نده ایران, 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 نده. ایران نده. نه بعدم سن گفتن که بیاین یا حتی هر جوری هم خودتون برسونین ما مثلا ترتیبتون رو میدونیم یعنی با همچین لفظی به قطر که همیشه رابطش با ایران خوب بوده احتمالا هم به خاطر اون توی یوانم رای منفیده گازیه میدونید پارس جنوبی پارس جنوبی اسمش رو آره فکر کنم اینا چیزای گازی اون گازی مشترک دارن که بخش اعظمش البته مال قطر تیکه شمالیش حالا مال ایرانه اینا خب همزمان دارن از اون مخازن برداشت میکنن دیگه ببینید واس... که تعدادشون چقدر چه... اختلافشون چقدره نه مثلا هفت به سه هزاری هم چیزی برای قطر قرار قطر. قطر. قطر آره کشور آره. آره. سه و خورده میلیونی قطر اون همه ذخایر داره خب خیلی هم نه مقدار چاه یا یعنی ایران از بیکفایتی که اونجا چاه ها اضافه ند آره خب اون پارس جنوبی ها. ولی کلا ذخایر گاز ایران اگه اشتماع کنم دومه توی دنیا ولی حالا اینا چون منافع مشترک دارن خیلی هم حالا رو, هم رو دیگه آره, آره. تهدید کرده که هیچ خبرگزاری نباید حوادثی توی ایران رو پوشش بده بکن. این هم فکر توی فکر کنم یون هم اومد یه دونه رعی گیری کرد برای ادرس کردن اتفاقاتی که توی ایران داره میفته قطر هم رای منفی داد اماراتینا ها رای آره. ممتنه دادن آره. و آره. جالب، آره باحال تنش یمن بود که یمن رای مثبت داد یعنی اونا میدونن که با کشورشون واقعا چیکار کرد جمهوری اسلامی جوری آخه با... یمن، آره جوری که یمن و فاکی جمهوری اسلامی، واقعا اصلا دقیقا ما الان تو اون حالت که یه حجمه ای از اینو بزنم حرفای دریوری توی ذهن مونه. اصلا نمیونه از نشه. کجا شروع کنیم چی بگیم همه هم هم این حرفا رو میدونم ولی حسابا همه خورده عجیب عجیب ولی درست میشه هنوز امیدواری هست صد درصد هر روز داره بیشتر میشه این هفته پیش سالگرد آبانو داشتیم اون سه روز اتصاب بود امروز که داریم زد میکنیم فراخان جهانی آقای آره ما بعد ضبط قراره بریم شهرهای دیگه ای که تایم زونشون قبل ما بوده که رفتن نوشته بود اسماعیلیون بیشتر از صد شهر دنیا تظاهرات تو بگی ببین اینا با ما چیکار کردن که ایرانیا توی بیشتر از 100 شهر دنیا فقط تعداد ایرانی های خارج از کشور به اندازه یک کشور از قطر جمعیتش دو برابر جمعیت الان قطر حداقل حداقل ببین دیگه با ما چیکار کردن دیگه بگو ایزم. بگو ببینیم چی داری امروز یه چیز دیگه بگم من حالا از قبل اینکه اون موقعی که ما بنا داشتیم یه سیزن جدید شروع کنیم من اون موقع میخواستم برم که از تاریخ کره جنوبی بگم به عنوان کشوری که یک زمانی حالا به گواه مدارکی که هست وضعیتش از وضعیت اقتصادیناش اصلا خوب نبوده خیلی کشور فقیری بوده ایران اون موقع به مراتب جلوتر بوده حتی اون بازه هم که بعد جنگ جهانی دوم اینا از زیر استعمار ژاپن در اومدن و کره مستقل شد حالا کره شمالی بود کره جنوبی بود تا یه بازی شاید باورتون نشه ولی کره شمالی وضعش از کره جنوبی بهتر بود <تصفح> اینا حالا چندین تا انقلاب داشتن و خلاصه تونستن به دموکراسی برسن و الان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا شرایط زندگی فوق العاده توی آسیا دارن احتمالاً آزادترین و متمدن ترین کشور آسیایی باشن من بنا داشتم توی این سیزه راجبه اونا صحبت کنم که حالا اصلا این اتفاق افتاد و مسیر عوض شد ولی من دیروز دیپ پادکست رو نمیدونم دیدید یا نه نه ببینید ایرانیه آره آره خیلی پادکست درست حسابی اومده راجع حالا انقلاب کره صحبت کرده راجع بهار عربی هم صحبت کرده این حالا حرفایی بود که بین ما هم زده شده بود ما بنا داشتیم که اگه بشه هر کدوم اینا رو کاور کنیم دیگه بچه ها کاور کردن <متصفح> احتمالا ما دیگه اون کار انجام نمیدیم حتما برید دی پادکست رو گوش بدید دمش گرم اسمشون اسمش رو نمیدونم ولی دمش که اینا رو پوشش داده اسمش هست دیپ پادکست یا آره پادکست دیپ دیپ, 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 دیپ آره. هم هست آره آره, آره. یوتیوب هست اون اسمشون رو اگه میشه پیدا کن الان شرایط اینجوریه که خب حالا همه ما ایرانی که مردمی درسته ها نیستیم یه حس همدلی و همکاری خیلی عجیب و غریب و جالبی بین ما ها هست اصلا مهم نیستش که ما کجای دنیاییم اصلا مهم نیستش که چه طرز تفکری داریم تو چه هیتی داریم فعالیت میکنیم همدیگر رو پیدا میکنیم به محض اینکه میبینیم یه گروه دیگه ای داره کاری انجام میده که در واقع به نفع این انقلابه خیلی همدل میشیم خیلی بالا. مثلا چند تا حالا پیج دیگه به ما پیام داده بودن ما باشون صحبت کردیم الان مثلا من اون چیزی که ما ایدش رو داشتیم از ما بهتر انجام دادن دیگه ما لازم نیست انجام بدیم الان واقعا یه خانواده خیلی بزرگیم که هر کی هر گوشه کارشو بگیره جلو ببره خیلی خوبه بر همه حتما برید اون قسمت هایی که راجع به بهار عربی و انقلاب پیدا کردیم ما اسم خودشون نقش دادن توی هیچ کدوم از چیزاشون حالا بچه که بیشتر گوش اسمشون ولی دمشون گرم شما برید اونا رو حتما گوش بدید خیلی مفیده توی شرایط فعلی بریم بریم فقط من بگم الان رو گوشی بودم دیدم که مصابه آقای کریمی فکر اومده بیرون ما هیچ کدوم یعنی مکس هم اومده بود من نیدم من تریلرش اومده بود تریلرش رو دیدم ولی 40 چند دقیقه ای اومده بود؟ هم اومده ولی خب از خود ندهد. همون اومده بود دیگه یعنی نظری اگه رو ندادیم به خاطر اینکه ندیدیم ندیدیمشن. آره شروع کنیم اولی اسخای بکنم قسمت پیش ما چند تا مطلب رو به اشتباه گفتیم اولیش بود که دادگاه حمید نوری بود نه محمد نوری این حالا توی زب گفتیم و اصلا هیچ کدوم هم ذهنمون رو نداشت مطلب دوم بعد راجع به مناظره ای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که بین قالیباف و روحانی انجام شده بود گفتم که قالیباف که اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بود به روحانی گفت که اجازه بدید دفتر تحکیم وحدت یه تجمعی داشته باشه بعد روحانی مخالفت کرده بود که اونجا حالا قالیباف بقول قول ایمان کلیپ آدم مثلا دموکراتو داشت بازی میکرد و روحانی هم گفت که آره شما برنامه داشتید گازنبوری کار دانشجوها رو تمام کنید من به اشتباه اونجا گفتم که این درخواست تجمع برای 78 بوده در که این اتفاق 82 افتاده برای بزرگ داشته 78 این هم اشتباه دومی بود که ما توی قسمت قبلی داشتیم ببخشید این اپیزود این هفته رو با بخش جنایت هفته شروع میکنیم این, این هفته راجع به قتل میخوام صحبت کنیم حالا من تو بخش قسمت قبلی هم گفتم یه سری جنایت هستن که اخیر اتفاق افتاده مثلا داستان هواپیما آبان 98 ده 96 اینا چون اخیرا توی حافظه تاریخی اکثریت ما ها هست یه سری هستن یه مقدار دورترن حالا ممکنه اصلا زمانی که اتفاق افتاده باشه ماها خیلی بچه بوده باشیم یا اصلا وجود نداشته باشیم <applause> یا اینکه خیلی حالا از دور شده باشه برای ما سعی میکنیم حالا با همون ادبیات روندی که توی قسمت قبلی هم داشتیم اونها رو مرور کنیم که اطلاعاتمون در واقع ریفرش بشه بله و یادمون نره که چه بلاهایی سرمون اومده توی این 44 سال داستان حالا قتل های یه سری قتله که حالا شروعش از سال 67 89 تا مثلا 77 که دوره اوجش توی سال 77 اتفاق افتاده اعداد مختلفی هست از 80 نفر هست تا 300 الا هزار نفر آدم اهل فکر نویسنده مترجم شاعر نمیدونم کنشگر سیاسی اینا توی ایران به شکل مختلف به قتل می رسیدن. مثلا مدل مختلف توش با چاقو بوده تصادف تیراندازی تزریق پوتاسیوم سکته قلبی ایجاد میکنه مثلا همچون حالتی اینا توی اون بازه که میگم از 67 9 تا 77 بوده اوجش سال 77 بوده یه سری آدم معروف خوشفکر به قتل میرسن بعد واکنش اولیه سران نظام همیشه چیه وقتی اتفاق بعدی میفته کار نیروهای خارجیه دوست. اسرائیل موساد اف بی آی سی آی خب روزنامه جمهوری اسلامی در جا میگه که دستگاه جاسوسی خارجی محمد رضا باهنر نماینده مجلس میگه که گروه هاشمی و جریانات قوم ال هاشمی سیاست مداری بوده یا مجاهدین یا سرویس اطلاعات خارجی یا میذاره حبیب الله اسکر اولادی کردهای طرفدار ترکیه یه سری دیگه میگن اصلاح طلب و هواداران خاتمی آسایو آره حالا این دوران اوجش سال 77 بوده خاتمی 76 میاد سر کار حالا دوران اصلاحات بود و یه امیدواری توی یه کشور بود که نه مثلا از درون باید اصلاحات انجام بشه چون انقلاب ممکنه خیلی رادیکال باشه اون موقع و دوران اصلاحات بود واقعا امیدواری بود ما بچه بودیم یادمونه امیدواری بود که اوضاع درست میشه میگن حالا این قضا اون موقع انجام شده که جلوی اصلاحات و فضای باز سیاسی و در آزادی بیانی که خاتمی سعی داشت ایجاد کنه توی کشور رو جلوی اونا رو بگیرن آها حالا سعید امامی یه اسمیه که اون موقع خیلی مطرح میشد یه چیز بزنم به اه... اول اولی بخشی دیگر بگم و این اتفاقی که میفته خاتم میاد قول میده که ما حتما پیگیری میکنیم و متوجه میشیم که چه جوری این افراد حالا خوش فکر به قتل رسیدن میاد یه تیمی خارج از وزارت اطلاعات تشکیل میده قاعدتا وزارت اطلاعات کشور باید اگه اطلاعات رو داشته باشه, باشه، ما... کار اوناست دیگه مثلا آدمای مشهور آمریکا به قتل برسن مثلا اف بی آی و سی آی و اینا وارد عمل میشن بعد توی ایران آقای خاتمی مجبور یه تیمی خارج از وزارت اطلاعات تشکیل بده که برن پیگیری کنن و ببینن که این اتفاقات چی جوری افتاده این تیم بعد از یک ماه تحقیق اعلام میکنه که مقامات بلند وزارت اطلاعات دست داشتن توی قتل های زنجیری اه. مقامات بلند وزارت اطلاعات که اون موقع آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات خاتمی بود آقای خاتمی شروع برکنار میکنن جلالت دوری نجف آبادی گفته که من اطلاعی نداشتم اینا ولی خلاصه برکنار میشه یه توضیح هم اینجا من راجع به وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات توی ایران بگم توی کتاب خاطرات ری شهری به نقل از خمینی به میر حسین نخست وزیر وقت خمینی بهش میگه که در مورد همه وزارتخانه ها هر کس رو که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگ به صورت سنتی توی نظام جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات دست رهبره به صورت سنتی اینو خمینی اون موقع صریح به میرحسین میگه و از اونجا به بعدم توی ریاست جمهوری بعدی هم این اتفاق میفته مثلا زمان خاتمی که حالا ما چقدر بدبختیم تو ایران که به اصلاح طلب و خاتمی و اینا لفظ چپ القا میشه ببین راست کجاست که چپش میشن اینا خاتمی مثلا حالا چپ و اصلاح طلب بود دوری نجف روحانی راست متحجری بود ولی اون میشه وزیر اطلاعات مثلا دولت حالا اصلاحات به خاطر اینکه باید نظر رهبر رو مثلا جلب میکرد بس به صورت سنتی اصلا وزارت اطلاعات دست دولت نیست یعنی مستقیم از سمت رهبر باید, باید تایید بگیره دیگه آره نمیتونی همیشه یه آدم قاتل جانی باید اونجا بشینه بعد خلاصه این تیمی که آقای خاتمی تشکیل میده بیرون از وزارت اطلاعات بعد یه ماه تحقیق میاد میگه آقا اصلا مقامات رد بالای وزارت اطلاعات دست داشتن توی این داستان هفته پیش با دو هفته پیش یادتون باشه من راجعه به حوادث کوی دانشگاه صحبت کردم <applause> که چی شد که این قضایی ها در واقع جرقش زده شد این بود که تو تیر هفته دو هشت تیر روزنامه سلام اومد یه نامه یو منتشر کرد یه نامه ای که سعید امامی حالا میگم سعید امامی که اومد به دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات خاتمی گفتش که آقا باید فضای... رسانه ای رو محدود کنیم و یه سری اسم نویسندرم برد که بعدا هم ترور شدن توی همین قتل زنجیره ای که اینا مثلا دیگه خیلی آزادانه دارن صحبت میکنن و اینا روزنامه سلام اومد این نامه رو تیر 78 نامه محرمانه رو منتشر کرد روزنامه سلام توقیف شد دانشجو اعتراض کردند ریختن توی کوی دانشگاه دیگه بقیه رو قسمت قبلی توضیح دادیم و همه میدونن افتادن به جنایت حالا برمیگردیم اقل این سعید امامی کی بود که اصلا اومد یه همچین نامه یا زد و این داستان رو پیش اومد توی این تیمی که آقای خاتمی تشکیل داد یکی از اعضای حالا اصلی که در واقع نام برده شد که توی این جنایات دست داشتن همین سعید امامی یا سعید اسلامی م. من نمیدم این الفاظ و حالا منصبا چی جوری تو ایران چیز میشه بهش میگن سعید امامی یا سعید اسلامی بوده زاهرم. از بلند بلندپایه‌های وزارت اطلاعاته. خب اسمش درمیاد که از عوامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ایه. این توی اعترافاتش میگه که سپاه دست داشته توی زنجیره زنجیره‌ای. گفتم اولش که خبر در اومد که درجا از خامنه‌ای بگیر تا همه آدمای دیگه اومدن گفتن سیاه و موساد و فلان و فلان و فلان این صیدمر گفتن وا سپاه دست داره بعد اینم گذاشتن اصل قضیه رو گفتن اصلا این جزء عوامل رده بالایی بوده که تو وزارت اطلاعات در جریان بوده و میگیرن و اینو زندانی میکنن و توی زندان میگن خودکشی کرده داروی نظافت حمام رو موقع استهمام خورد و آره دیگه غیب شده دیگه تو ایران هم که میدونید همه مریضی زمینه ای دارن و اینجوری بعد براتون بگم که کنیم. وزارت اطلاعات چیه نور زیاده آره نور کرد با... با... آره وزارت اطلاعات اومد یه نامه ای هست نامش هست بیرون داد بعد اینکه اون تیم خاتمی در واقع این اخبار رو نتایج تحقیقات رو منتشر کرد که عوامل رو عده پرسنل کجندیش و خودسر وزارت اطلاعات معرفی کرد همینجوری ماله کشیدن دیگه یه سری دادگاه غیر علنی هم برگزار شد و بعدشون هم تمام کسایی که محکوم شده بودن مثل که صاف صاف راه می‌رفتن و خیلی به جز همین سعید مومی که دچار خودکشی شد توی هموم زندان بقیه همینجوری صاف صاف راه می‌رفتن 20 سال بعد سال 98 مصطفی پور محمدی که این آدم توی اون هیئت مرگی بود که سال 67 آدم رو میکشتن توی زندان گفتش که قتل خودسر نبوده از درون نظام جمهوری اسلامی انجام شده آدم خودتونه دیگه ما که نمیگیم آدم خودتونه پس اون بیانیه وزارت اطلاعاتی اون موقع 20 سال قبلش شده بود که پرسنل کجندیش و خودسر میگه خودسر نبوده هم هم در جریان بودن بعد آره این دادگاه غیرعلنی که اصلا دادگاه غیر علنی رو من نمیفهمم روی یه همچین موضوعی که افتادید به جون مردم و آدم های خوشفکر اون مملکت دادگاه غیرعلنی علنی برگزار میکنن خانواده قربانیان هم را نمیدن تو دادگاه این چه دادگاهی هستن متهمان کارمندان وزارت اطلاعات بودن قتل ها رو بهشون میگن چی؟ لفظ حذف فیزیکی ام. کارمندان وزارت حذف فیزیکی و میگن که اینا جزو وظایف سازمانی ما بوده حالا جلوتر من کت میکنم از چند تا از این کارمنده ببینید چه بیشرف هاین خلاص اون موقع آقای اکبر گنجی و اماده دین باقی خیلی خبرنگاری بودن که خیلی روی موضوعات متمرکز شده بودن اینها رو دستگیر میکنن دیگه چون آزادی بیان داریم تو ایران اینا رو دستگیر میکنن حالا بریم اعترافات کارمنده یه چند تا جمله من ازشون بخونم باورتون نمیشه یکیشون میگه که در پرینت کاری که در وزارت برایم در نظر گرفته شده به جز موارد دستگیری بازرسی انتقال روبایش و طراحی هدایت عملیات طراحی و هدایت عملیات انجام حذف فیزیکی در برنامه کاری پیش بینی شده طبق روال گذشته فقط اجرای حکم داریوش فروهر و همسرش اینا رو من جلوتر توضیح میدم کیا بودن به ما محول شد این کار را هم به اتفاق برادران قبول کردیم یعنی ریدن توی لفظ برادر اصلا تو اون کشور دیگه آدم برادر میشنوه تو ذهنش یه آدم کریه منظره پیرن روی شلوار متحجر میان آتف. یعنی جاب دسکریپشنشون این بوده دیگه حضب فیزیکی دارید دیگه بهشون محول شده این کار رو هم به اتفاق برادران قبول کردیم بعد حالا داریش فورا را همسرش من جلتا میگم چه آدم های تلایی بودن یکی دیگه گفته تمام برادران در هر کاری که شرکت کردن با وضو بوده اه شعر شعر. آره یعنی وضو میگیرن که آدم با کشن که حالا میگم کاش <تصحیح> مثلا کشتن مثلا با تفنگ بود زدش کش یکی دیگه این نمونه اقدام ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول اینجانب جانب نبوده <متصفيق> اینو حال گوش بدید یه نفر دیگه راجب قتل آقا فنی بار اول هم نبوده که این کار کردم قبلا روال بوده عادی بوده، یعنی میری. صبح میریم مثلا <applause> تو شب برمیگردی خانم دستت میپرسه امروز مثلا چند تا کشتی یکی دیگه راجب قتل حالا داریش فروهر و همسرشون خانم پرواند اسکندری میگه که اینا دیگه واقعا نشده دیگه خوندنش میگه به علت طولانی شدن کار اضافه کاری اون شب برای بنده محاسبه شد حالا دیگه چند تا از موردای معروفشون رو بگیم عبدالرحمن قاسم دو سال 68 ایشون دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بودن توی اینا توی قتل زنجیره مصدق سال 77 ایشون نوه دکتر مصدق نخست وزیر ایران بودن که اگه کارشکنی انگلیسی ها نبود احتمالا ما الان یه کشور خیلی درست حسابی داشتیم اون کودتا رو انجام نمیدادن آقای مصدق کشور رو توی مسیر درستی انداخته بود چقدر ما بیخرد بودیم که زمانی فکر میکردیم جواد ظریف داره ادامه کار مصدقان آره اینو دوتای بعدی رو که میگم اگه اذیت میشید گوش ندید بزنید سی ثانیه یه دقیقه بعدی رو بزنید جلو اینا خیلی ها حالا گرافیک اعتمالا خیلی آره ولی باید گفته بشه حالا آره دقیقترش ترش رو خودتون هم میتونید برید بخونید حمید حاجیزاده و پسرش کارون حاجیزاده سال هفتاد آقای حمید حاجیزاده شاعر و شاعر دبیر ادبیات کرمانی بودن پزشکی قانونی 27 ضربه چاقو از زیر گلو تا زیر ناف روی بدن ایشون پیدا میکنه پارگی قلب و ریه بریده شدن انگشتان دست راست کارون حاجیزاده پسرش 19 سالش بوده خیلی کم سن بوده وقتی که این اتفاق میفته ده تا ضربه چاقو روی سینهش پسر ده ساله؟ آره بعد اینا تازه گزارش پزشکی قانونیه جای ضربه چاقو روی گوش صورت و پشت بوده اینا قبل از اینه که سینه قلب و شکمش رو پاره کنن یعنی اون یکی برادرشون که میرسه خونه من متنش رو خوندم نوشته بود اومده که این صحنه رو دیده دیده روی والا شکم قلب کارون اون بچه 19 ساله یه چیز سفیده بعد این چربی بدن بود یعنی قفس سینه رو کامل شکافته بودن این زده بوده بیرون و این برادر میخواستن برم ورش اصلا دیگه نمیتونستم برای این کار اینا اضافه کاری گرفتن وضو هم داشتن داریوش فروهر و همسرشون خانم پروانه اسکندری سال 77 داریوش فروهر بسیار آدم حسابی در کل حزب ملت ایران بوده وزیر کار دولت مهدی بازرگان بوده تنها وزیری بوده که خانمش بدون حجاب اوایل جمهوری اسلامی بیرون میرفته و زمان نخست وزیری مصدق هم ایشون رئیس حزب ملت بوده ببینید چه آدم حسابی بوده خانمشان پروانه اسکندری رهبر حزب ملت از رهبران حزب ملت ایران بوده فعال دانشجوی هم بوده قبلش اینا رو با ضربات چاقو تعداد زیاد میزنن جسد مسله شدهشون رو رو به قبله میذارن زن. وقتی زنگ میزنن بهشون میگن ما خبرنگاری مون هم دانشجوی فلان و اینا میخوایم بیاین باهاتون صحبت کنیم میرن میکشنشون اینجوری وحشتناک مثلا چیزایی هست که کجای بدنشون رو بریدن و از این داستان ها. جسد مسله شدنشون رو به قبله میذارن میان بیرون چی بوده این تفکر؟ بزنن روی به سمت قبله که یعنی مثلا کارو دیگه با چن... وقتی میدید که قشنگ کارو تحریف میدید چیز <سلام> بعدم اگه فوش ندیم اضافه <سلام> کاری گرفتن برای این چون کارشون طولانی شده بود مسله کردن آدم ها برای این داستان ها اضافه کاری گرفتن اذیت زیاد دیگه در قلب بالا اصلا آره این بخش جنایت هفتمون بود که تا الان سه تا از این جنایت های نظام رو که کم هم نیستن سه تا گنده شد مطرح کردیم کشتارای 67 توی زندان کوی دانشگاه 78 و های زنجیری که حالا از 69 شروع شد تا 77 هم ادامه پیدا کرد و کار وزارت اطلاعات بوده دیگه ام. ام. توی هفته در قسمت دومش پای صحبت کنیم که توی چند روز گذشته آره. چه اتفاقایی افتاد چه در واقع صحبت هایی شد ام. توی چند روز گذشته یه در واقع ام. سرکوب خیلی شهیدی شد توی ایزه که شروع کردن در واقع دیگه با به قول خودشون با تیر جنگی به سمت مردم شدی کردن که در پی اتفاقا دو, دو, تا کودک کشته شد یه یعنی 13 سالی و یکی 9 ساله و تعداد زیادی بزرگسال و در واقع هم کشته شدن هم مجروح شدن که بعدش موقعی که این در واقع اطلاعات اومد بیرون به خاطر اینکه جمهور اسلامی کم کودک نکشته بود توی مدت دیگه تصمیم گرفتن که این رو در واقع از اون سازوکار و خودشون استفاده بکنن که در واقع این رو جور دیگه جلوه بدن یا یه دروغی بگن یه جوری ذهنها رو منحرف بکنن که برگشتن گفتن یه گروه تروریستی بوده که حمله کرده به به مردم. مردم. آره Uh, من uh, به خاطر این میدونم این جریان به خاطر میگم دیروز دیروز داشتم شبکه شیش نگاه میکردم و هم این برای قضیه دیده بودم یعنی هم اول ویدیوهایی که از روی توییتر بود ویدیوهای کاملی که روی توییتر بود در اون مراسمی که مادر کیان برگزار کرد اون شعری که خون و صحبتایی که کرد همشو دیده بودم و بعد در واقع داستان جمهوری اسلامی رو داشتم میشیدم که چه اتفاق افتاده که واقعا یعنی اگر یه ذره ماها فکر داشته باشیم میدونیم که دلیلی در واقع این منطقی پشتش نیست چیزی که میگفتن اینه که یه گروه تروریستی بودن روی موتور با اسلحه و اینا که مثلا طرف تو مملکت اسلحه داره بعد میگن که امنیت داریم ام میان روز قبل تمام اول دوربینایی که تو منطقه است رو با تفنگ میزنه و با یه تیرم میزنن یعنی اینطوری که قشنگ رو, رو ترین و دو قشنگ دو. آره فرت میزنه و که اینا ویدیوش نیست اینا فقط میگن که وجود یعنی اتفاق افتاده ولی هیچ وقت ویدیوش نشون نمیده یعنی یه جوری هم با دیتیل در مورد صحبت میکنن نگاه میدونن ولی موجیه وقتی ازشون میخواست که ویدیو رو نشون بدن ویدیویی که شلیک میکنن به این چون تو قبل از اینکه تیر بخوره هستی که ویدیو دیگه داره ضبط میشه و شروع کردن صحبت مادر کیان رو پخش کردن که همون صحبت که سر در واقع مزار اتفاق افتاده بود که ما داشتیم فلانجا میرفتیم دور زدیم برگشتیم پلیس ما گفت اینوری برید و گروه های توریستی توی میدون جلو احلال احمر تیر میزنن و خب کیان همونجا میمیره پدری زخمی میشه و همین گروه تروریستی میبرنشون توی هلال احمر که بهشون کمک بکنن یعنی میان از تو ماشین جمعشون هلال احمر شروع میبرنشون بیمارستان یعنی یارو تروریسته اومده تیر زده به هدفش رسیده یعنی هدف تو به عنوان تروریست اینه که آدم بکشی دیگه حالا به هدفش رسیده و بعد اومده برده هلال احمر جایی که من خود طرف میگفت محل استقرار بسیجی های ایزه بوده از اونجا سازماندهی می نشده بعد بردن بیمارستان بعد اینا هیچی هم نگفته داده شما تروریستی الان اومدی تو بایگ همون سابقه همون دو... دو... اه... نه نه نبایستا... گفته سابقه مجلس داشت میگفتش که من با فامیل ام... ام... خانم در خانواده نیکان پدر مادر... کیان... کیان, هستن ببخشید کیان هستن میگفت که ما از فامیلای دورشونیم من این چیزایی که دارم میگم از زبان بستگانشون شنیدم بعد نماینده این نماینده سابق بود بعد نماینده کنونی رو برداشتن آوردن که اون میگفتش که آره من الان همین الان اصلا ده دقیقه پیش پیش این خانواده بودم با مادرشون صحبت کردم ایشون اصراری که داره اینه که آقا من اینستاگرام دست خودم نیست گوشیم هم نمیدونم کجاست ببین آخه چقدر د... دقیق دقیق آره این توی حالا اون فیلمشون هم بود اونو درست گفته دیگه گروه تروریستی خب بسیج و سپاه گروه گروه هک تروریستی هستند و ترورش کردن بعدم دادن هلال احمر خودشون بعدم بردن بیمارستان خودشون بعد و بعدش هم نماینده چیز رو آوردن شورای امنیت ملی نمی هم چیزی ها اینا هم توی توی حرفشون گفتن که آقا ماها نماینده مردمیم نمیدونیم اینا رو بعد از ارگان های امنیتی بپرسین یه بابایی رو آوردن به عنوان ارگان امنیتی <applause> که گفتش که ما از صبح رفتیم هم ایزه خانواده رو دیدیم فلان گروه های <applause> میگفتش که تا الان یازده نفر هم دستگیر شدن در مورد این اتفاقات تروریستی که افتاده ولی اینا عامل نیستن اینا تو اطراف بودن ما اینا رو دستگیر کردیم ولی عامل تروریستی گم شدن داریم سعی میکنیم پیداشون کنیم بعد میگفتش که آره یه سری فوتج هست که ما به خاطری که داریم کار اطلاعاتی انجام میدیم نمیتونیم مثلا ریلیس بکنیم و اینا اینا اول صحبت ها گفت همچنین صحبت شد صحبت شد و اینا طرف برگشت گفتش که آخه شما فوتجی هست که هنوز در واقع به خاطر کار اطلاعاتی که دارین انجام میدین ریلیس نکرده باشون گفت نه همه رو ریلیس کردیم تمام شد و گفت فوتج... بر گفتش پس اون موتوریان ها گفتش اونا نیست, نیست. فوتج شاهچراغ چیز نبود حساس نبود فوتج شاچراغ رو بهت بگم اومد نمیدونم ببین دارم در مورد پروپاگاندا صحبت در در مورد در واقع ابزار فرافکنی میشه فرافکنی آفره. جمهوری اسلامی آفره. دقیقا ابزارشه که این کار میکنن فوتج شاچراغ در یک برنامه کودک در ایران پخش شده برای بچه ها که بدونید که دشمن توی تروریست توی مملکتمون هست فلان دارم میکنم بیسار میکنم خوبا اینا هن. یعنی دیگه یعنی اون بسات شستشوی مغزی از کجا و چه جوری یهو میشکفه مهم. از کجا یعنی توی برنامه کودکی که با فیلم هم اینجا میخوام بذارن اگه صحنه خشونت آمیز داشته باشه میگن که میتن. آقا نبینید برای بچه زیر سال که تو رو که نمیری که تو برای بچه ها همچین چیزی رو پخش بکنی که و حالا اشکال نهاره من خایجک نکردم حرف تو رو چیزی که هست اینه که الان حالا توی توییتر و فضای مجازی و دقا با اطرافیان که صحبت میکنیم سو... کارنم یه سوال پرسید که آیا کسایی هستن که این حرفایی که در جمهوری اسلامی میزنن رو باور کنه واقعا اینه که آره هستن ما توی فامیل خودمون شاید داشته باشیم مثلا اه... کسایی داشته باشیم که اه... نه تنها باور دارن بلکه ایمان هم دارن به این حکومتی که الان در اون این سیستمی که الان سر کار هست و به نظر من تنها روشی که میشه باید آگاه سازی بکنیم یعنی تنها کاری که جمهوری اسلامی نمیخواد اتفاق بیفته آگاه همیشه از بچگی جلو آگاهی گرفتن به قول خود یه سری کتاب رو نمیتونی بخونی یوتیوب توی ایران فیلتره به خاطر که یک سورس آگاهی میتونه باشه تمام معلم های فرستادن سر کلاس معلم های عجیب فرستادن سر کلاس یعنی اون اینفورمیشن داره کشته میشه و اگر که ماهایی هستیم که به اینترنت دسترسی داریم به توییتر دسترسی داریم به اخبار درست دسترسی داریم تنها کاری که میتونیم بکنیم که صحبت بکنیم یعنی من واقعا در طول روز واقعا یه زمانی رو میذارم با حال آدمایی که مسنترن توی خانواده ما با کسایی که ذهنشون متفاوته کسایی که انقلاب قبلی رو دیدن نتیجه نگرفتن دلسرد شدن با اینو صحبت میکنم و بهشون فوتج نشون میدم میگم آقا اینو کشتن اینها این ویدیوشه این یارو رو مثلا پوینت بلانک یا رفته رو زمین از اینجا بهش تیر زدن میگم میگم یعنی همه اینا که نمیتونه یا اینکه واقعا مملکت اینقدر چیزم به تاقیه که اصلا یه سری تروریست ریختن تو مملکت از دارن میدرن که خب دو حالت دیگه. دوش... دیگه یا دوش... یا بیکفایتیه یا بیکفایتیه دیگه یا دوجمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه یا همه کاری که کرده رو دشمن کرد بعد بنا شرایط یک کدوم این دوتا جمله به کار میره همون دیگه ب... اصلا میگم اصلا این... دیگه ببین کمدیه که واقعا کمدی تلخه ولی من چیزی که هست همه شیده هم میگن قش خاکستری قش خاکستری قشر خاکستری احتمالا اطلاعات نداره الان یعنی واقعا کسایی هستن که شاید پدران ما هستن که شاید اونقدر روی اینترنت و رو فضای مجازی نباشن رو توییتر نباشن ما خودمون چقدر وقت توییتر رو یاد گرفتیم میچی میگم قبلش حداقل شخص خود من تنها سورس این که من بدونم رو توییتر چه خبره از روجین میپرسیدیم که توییتر چه خبره یعنی اون اصلا به ما یاد داد که توییتر چجوری جوریه استفاده بکنیم من چه میتونم انتظار داشته باشم از مثلا یک افرادی که سنشون از من بیشتر و مشغلهشون شما شو از من خیلی بیشتر باشه برن یاد بگیرن و به اطلاعات درست دسترسی پیدا کنن اگر که ما وقتشو داریم میتونیم این اطلاعات رو بدیم میتونیم و این خیلی در واقع کمک میکنه مثلا با خانواده که صحبت میکنیم مثلا فلان تو شیراز هیچ خبری نبود هیچ اصلا ایسا. و مثلا با مامانزنگم صحبت میکنم میگم آره ایش خبری نبوده فلان اینا بعد میشینم میگم نه با این ویدیو رو ببین مثلا این مال اینجاست این مال امروز مثلا مال اینجا این یه ساعت پیش اینجا اتفاق افتاده این طرف مثلا فلان جا لختش کردن میشی میگم یعنی بعد با... و بعدش میگن ای چقدر جالب مثلا پس داره به جای میرسه پس داری میریم جلو میگم اون امیدواری رو میبینی تو چه طرف آه. یعنی اون طرفی که قش خاکستری اینطوری نیست که آقا من راضی با این قضیه تو امیدری که بهش بدی فالو آب میکنه باهاش یعنی مثلا الان الان اینطوریه که مامان بزرگم به ما زمین زمین که چه خبر چه, چه اتفاقی افتاده تو طول ر... تو تو, لرا تو, تو, لرا تو, دارد دارد. تو دیشه. دقیقا این خیلی حرف خوبی بود که گفتی امید به نظرم اینه که امید و نشر بدیم چه ما که بیرونیم چه بچه هایی که تو ایران هن خیلی مهمه حرفی که از ایران به من رسید چند وقت پیش این بود که ما حالا میریم تو خیابون فعالیت ها رو انجام میدیم هر به هر شکلی که میتونن ولی یه یه حالت ترس و یه چیزی دارن که شب که میان خونه یا مثلا فردا اینجوری نباشه یه برن توی اخبار رو نگاه کنن که این جنبش سرد شده باشه این... یعنی میگفتن یه همچیزی بینمون هست و تنها چیزی که پشتیبانی میکنه و مطمئن که این اتفاق افتاد امید داشتنه ببین حرف زدن است دیگه تو با حرف زدن خیلی یاد میگیری من این مدت برای چی توی این اسپیس هم به خاطری که با نقطه نظرهای آدم مختلف آشنا بشم و چیز یاد بگیرم تو خود برای یه جاجمنتی داری دیگه یه حرفی رو میشنوی با یه سری اکسپرینس که داشتی یه سری تجربی که داشتی در واقع محکش میزنی ببینی که آقا این حرف معنا میده یا نه مثلا یه چیزی که من توی این مدت یاد گرفتم کارونم بهم گفت این بود که انقلاب کردن جنبه های مختلف داره یکی توی خیابونه یکی روی توییتر، یکی توی فضای سیاسی خارج از کشور یکی فضای سیاسی داخل کشوره میشم آدما دارن توی سطوح مختلف میجنگن یکی از حالا برای ایرانی های خارج از کشور میگم ما حوارش که صحبت کردیم هفته اولین اپیزودی که دادیم بیرون خیلی مستصل بودیم که آقا ما چه, کمکی داریم میکنیم میشه میگم من چیزی که هفته پیش توی تجمعات ایرانیان در ونکوور دیدم این بود که احساس میکردم تعداد خارجی ها چندین برابر شده یعنی خارجی هایی که براشون این مسئله الان مهمه کسایی که از طرف مدارس مختلف میان از طرف یونین مختلف میان از طرف حتی, حتی آدم های معمولی که اونجا بودن و خارجی بودن زیادتر شده بودن شده. این یعنی چی؟ یعنی دقدقه خارجی ها هم هست موقعی کشورهای مختلف میان در واقع کاری میکنن که یا منفعتی براشون داشته باشه یا دغدغه مردمشون باشه دیگه میبینی میگم یعنی تا یه ای جایی اینا میتونن بی تفاوت باشن کشور خارجی حالا بی تفاوت از نظر ماها حالا اینکه کاردا میتونه چه نقشی میتونه توی انقلاب ایران داشته باشه یه بحث دیگه است من اصلا اون قصهوادشو ندارم ولی همین که میبینی دغدغه افراد بیشتری میشه یعنی که این داره میره جلو و این داره کار میکنه به قول کیان پس ما نتیجه میگیریم که این کار میکنه م. م. بریم ادامه بحث پروپاگاندا نگو ببخشید من هایجک کردم بحثتون نه خیلی خوب بود این جمله آخر فقط داشتم ادامه رو بریم حالا هفته پیش من شروع کردم پروپاگاندا رو این هفته ادامهش میدم تاریخ آمریکایی آقای هاوارد زن زید آی گفته اونایی که اگه اونایی که کنترل جامعه رو در دست دارن مثل سیاست مداره و رسانه و این داستانا بتونن به ایده های ما چیره بشن دامینیت بشن به تفکراتی که توی ذهن ما است. قدرتشون تضمین شده است سرباز نیاز, نیاز ندارن که ها رو کنترل کنن ما خودمون خودمون رو کنترل میکنیم <applause> این چقدر جمله خفنیه تاریخ دیگه ایشون یعنی اگه بتونه این مدیا و سیاست مدارا اینا افکار ما رو کنترل کنن ما تزریق کنن که به چی فکر کنیم چه جوری فکر کنیم اصلا دیگه نیازی به سرباز ندارن دیگه این همه چون به دست که نیاز ندارن تو خیابون باشه ما خودمون جلو خودمون رو میگیریم و فکر میکنیم که واقعا یه سری بیگانه اومدن توی کشور دیگه وضعیت کشور ما هم که عالیه و آمریکا هم داره متلاشی میشه اینجاست که متوجه میشیم که این همه سانسور و دستکاری اینترنت توی ایران دقیقا برای همینه برای که بتونن افکار ما رو کنترل کنن فقط بعد جمهوری اسلامی کنار بقیه بعد شانسیاش اینه که توی یه بخشی از حالا زمان حیاتش خورده به عصر اینترنت یعنی اگه قدیم کنترل کردن افکار و اینا توسط ممنوعیت نوارهای وی اچ باشون نوار گنده ها یا کنترل ماهوار و اینا بود یا تو تو میریختن یک بار تون بگم مثلا 80 90 درصد آدم ماهواره داشتن اینا هی میریختن ماهواره رو نمیشکوندن و از این طرز بازی ها اگه قدیم کنترل حالا افکار و گردش اطلاعات از طریق ممنوعیت نوار وی و ماهواره و اینا بود الان باید بتونن جلوی گردش اطلاعات از طریق اینترنت رو بگیرن که حالا بزرگای اینا ارباباشون نتونستن اینا که قطعا نمیتونن هم با بعد نسلی داری فاک میکنی یعنی این نسلم، هم اون نسل قدیمی این یعنی نسل حداقل ماها ها نیست آره این کلا کاری, کاری که اینترنت میکنه اینه که یعنی انجام داده اینه که خیلی آدم های دنیا رو به هم نزدیک کرده ویدیویی که همین الان توی آمریکا دیده میشه توی ممکنه دور افتاده ترین مثلا شهر آفریقا آفریقا هم دیده بشه توی ایران هم دیده بشه و واقعیت اینه که خب آدم ها مخصوصا تو سن پایین توی دوران نوجوانی اینا خیلی به هم نزدیکن چون علایق مشترک تفریحاتی که میخواد انجام بده مشترک این حالا در واقع خشم و موزگیری و جناح که آدم بزرگ و ممکن داشته باشن تو وقتی جوانتری نداری خیلی به هم نزدیکی و یه نگاه به خودت میندازی میبینی آقا منی که توی ایرانم هیچ فرقی با اونی که توی آمریکا هست نداری من چرا اون آزادی رو نمیتونم داشته باشم من چرا نمیتونم برم تو خیابون برقصم لباسی که دلم میخواد و بپوشم از زندگیم لذت ببرم چرا این سوالا پیش میاد برای همین همین چیزی که ایمان میگه این نسل فرقش مثلا حالا ما خودمون هم خیلی نسل حالا ما دهه 70 حساب نکنی با 60 که بچهای توی جنگ و اینا بودن دقیقاً همینه اونا نمیدیدن دنیا چه جوری داره اداره میشه آدمای جوون دنیا چطور دارن زندگی میکنن ولی بچه دهه 80 اینو میبینن و واقعیت اینکه هیچ فرقی بین دهه 80 ایران آفریقا آمریکا وجود نداره همشون حق این رو دارن که مثل هم زندگی کنن برا همین حالا ما زیادم توی همین پادکست خودم از بچه های اون رد سندی شنیدیم که میگن آقا ما قبل از شروع تظاهرات من ناراحت هم میشدم میگفتن خیلیشون به خودکشی فکر میکنن میکردن توی ایران به خاطر اینکه فکر تو توی اون رنج سنی هستی حالا بچه‌ای که دارن گوش میدن میتونن توی اون رنج سنی باشن تایید کنن شرایطی که توی ایران هست که خب آینده ای رو تضمین نمیکنه برای هیچ کدوم از بچه ها از اون طرف اونا میبینن بچه ها خارج از ایران چطور زندگی میکنن و حقشونه که اونجوری زندگی کنن و این ناامیدی باعث میشه که اون آدما به خودکشی فکر کنن الان که این جنبش افتاده باز ما همچنان پیام همون سن رده سنی به من میگن که برای من اگه برم توی راه آزادی بمیرم هم برام مهم نیست کلا این نسل خیلی جنریشن زی این طرز تفکر رو داره و خیلی حالا طرز تفکر جالبیم هست روی این حساب بدشانسی جمهوری اسلامی که توی عصر اینترنت قرار گرفته و میگم حالا اربابای اونا هم نتونستن اینترنت رو کنترل کنن اونا هم قطعا نمیتونن روی این حساب گردش آزاد اطلاعات اتفاق میفته و انقدر ادامه پیدا میکنه که آگاهی به جایی برسه که دیگه اونا نتونن در واقع جلوش وایسن هر چه قدم چماقدار و بسیجی و از این دوزاری رو بفرستن توی خیابون دیگه تو جلوی ذهن آگاه رو نمیتونی بگیری وقتی یه فکری آگاه میشه وقتی یه فکری در واقع آزادی رو درک میکنه دیگه تو اون رو نمیتونی محدود کنی الان شما نگاه کنی از همین بچه های آدم های مزدور جمهوری اسلامی که خارجن یه سریشون علیه پدر مادرشون حرف زدن حالا اینکه عادلانه است نیست یا مثلا اینا از همون رانت هم استفاده کردن هم من کاری ندارم چیزی که میخوام بگم اینه که اینا چون طعم آزادی رو چشیدن دیگه حتی حاضر نیستن پایبند باشن به اون سرسی که پدر مادرشون بهشون وصل بوده و از اون طریق اینا رو رشد داده مهم. کسی که آزادی رو دید دیگه نمیتونی در بندش کنی واقعام <applause> اه... واقعا باید کور باشی یعنی تو اون مملکت زندگی کنی و نامیدی مثلا جوانا رو نبینی و این کار سختیه ها میدونی چی میگم یعنی حالا من به واسطه اه... کار تویچ و یوتیوبی که شروع کردم و ایرانی که رفتم این دفعه خیلی مثلا تو خیابون مثلا میدم شروع می صحبت کردن اینا خیلی جوان با یعنی آدمایی که استعدادایی که هست و ازشون بخوا... به واسطه این که این سانسور وجود داره و هیچ سازوکاری برای اینکه اینا بخوان استعدادشون روش بدن وجود نداره استعداد زیاده علاقه هم زیاده حتی مهم. امید به کارم زیاده ولی امید به آینده نیست یعنی تو اگه واقعا تو مملکت یه نقشی داری یه سوادی داری یه کاری داری و اینا رو نمیبینی واقعا آدم نالایقی هستی خوب. اصلا اینقدر آدم میتونه حرف بزنه روی موضوعات اینقدر یعنی... از جهات مختلف اینا غلط هم من از این بگم این این خنده ایم. هم که میبینی توسط میکنی از رو عصبانیته یعنی اصلا دیگه اسم حسشو من نمیدونم خیلی هم الان بلد باشم اسم احساساتو یعنی اینقدر غلط از همه نظر بابا, بابا تو نگاه شایده. کن تمام کسایی که به قتل میرسن توسط گروه های تروریستی جمهوری اسلامی تمام فیلم هایی که میاد تو, تو تو اینا قشنگی میبینی با حالا اون هفته صحبتش همین پسری که سراشباز بود توی منشا؟ آره مینشا. مینشا. توی عراق کیان فیلم کیان بابا بچه ده ساله شاعره ما هیچ وقت توی ده سالگی اون جمعه رو اونجوری شروع نمیکردیم اونجوری با اون عشق نمیدونم گل میکارد اون قایق رو درست میکنه میذاره اونجا میگه پس نتیجه میگیریم که کار تو انسان نیستی اگه این فیلم ها رو ببینی و عشق نریزید ناراحت نشی به این ده ده ده. فکر نکنی که اینا چه بیشتر انسان نیستی خیلی راحت هیچ انسانی نیست که یه همچین زیبایی رو ببینه بخواد اینکه ببین تو ممکنه بتونی فکر آدم ها رو کنترل کنی من بذم این جمله رو کامل کنم ببین تو میتونی آدم ها رو شستشوی مغزی بدی خب اسلامو بکنی توی مغزشون که آقا مثلا اینا آدمای مفسدند تو باید بری اینا رو بکشی زناشون رو به غنیمت بگیری همه این کارا رو میتونی انجام بدی ولی جلوی احساسات رو نمیتونی بگیری احساسات چیزیه که میلیون ها سال قبل از فکر و منطق تکامل پیدا کرده یه چیز درونیه تو وقتی یه بچه رو میبینی لبخند میزنه قاتل جانی هم باشی تو اون قشنگی رو میبینی اگه انسان باشی پس اگه ما فیلم کیان رو کسی دید و منقلب نشد هنوز به فکر این بود که پولش داره از کجا میاد رفت تا گردن خم شد جلوی اون قاتل و گفت از ما حمایت مالی کنیم اونا دیگه انسان نیستن اونا یه کاتگوری دیگه دارن چون, چون حیوان هم که نمیتونی با حیوان احساس دارن دیگه انسان نیستن اصلا نمیدونم چه موجودی هستن. من توییتش هم کردم یعنی بچه کشتن توی تمام این کارتلا توی تمام ارگانیزیشن های تروریستی و... یه چیزی که قفله یعنی هم... یارو طرف تو فیلم متری شیش و نیم زیر بار شیش و نیم کیلو رفت زیر بار بچه کشیه نرفت یعنی حاضر بمیره ولی زیر با... اینم این هم همینه یعنی واقعا اون کسی که میبینه منقلب نمیشه واقعا آدم به قول انسان نیست رزمی. و اون کسی که میبینه و بعد میره در موردش جوک و انیمیشن و اینا میسازه یه جوره دیگه حیوونه و اون کسی که انیمیشن رو پخش میکنه اون تو دیگه واقعا یعنی دیگه خود مصدری اولاغ که میگن تو خودشی یعنی واقعا مصدری انیمیشن که بهت نشون دادم دیگه همین قبل زبط بهتون نشون دادم انیمیشن یه سریا میان انیمیشن درست میکنن مسخره آره میمیمون. این به نظرم حالا این متاثر شدن و احساسات نشون دادن بعد اون ویدیو شاید زیاد کانسرن یا مسئله نیست بیشتر اون مکانیزم فکریه که باز این افراد بهشون دیکته شده و ادامه میدن که بعد از مثلا دیدن همچین ویدیوهای همچین اتفاقاتی تازه چی میگن بل بلبل میشن میگن که مدرکتون کجاست که مثلا جمهور اسلام بوده یعنی یه ادامه حرف پروپاگاندای کارو میگم یعنی یه Yeah, yeah, یه یه اینا دارن که همیشه توی بحثا مغلطه میکنن و بحث مدرک رو میکشن به وسط و میگن شما مدرکتون توش اخر به دیگه نظر اون اون مکانیزم فکریه که اینا بهشون دیکته شده و هست دیگه حالا آخه دیگه نکردم دیگه اخر می میگن تو باید یه ذره فکر داشتی یعنی این کسایی که من دارم درمشون صحبت میکنم آدم های تحصیل کرده این مملکتن این طرف آره، ده ده ده. یک پنج کتاب خونده می میگم توی دانشگاه خوب درس خونده تو شعورت دیگه دیگه, دیگه, خول، شعوره دیگه. دیگه؟ این تو دیگه اینو میبینی که یکی رو کشتن آقا دیگه داستانی که بهت گفته میشن مهمه دیگه همین داستان آره ولی ببین تو درسته, درسته ولی کسی که میگم اهل درس باشه تو اگه مثلا چ اگه یه ذره سواد داشته باشی یه ذره انسانیت داشته اصلا آقا سواد بخوره تو سر همه یه ذره انسدش میری تحقیق میکنی دیگه خب الان ببخش برو اه من تو, تو قسمت ده. قبل گفتیم که پروپاگندا تلاش یه گروهه که حالا پروپاگندیست بهش میگن که ما رو وادار کنه یه مدل خاص فکر کنیم یا رفتار کنیم حالا این پروپاگندیست میتونه یه شرکت یه شرکت باشه مثلا اپل همه پروپاگندو دارن ها من اینو اول بگم که اولا لزوما چیز بدی نیست دوما همه دارن تمام تبلیغات پروپاگنداه پروپاگاندای سیاسی از همه اینا هست فقط یه ابزاره در واقع حالا تو از این ابزار چجوری میای استفاده میکنی مثلا حالا راجع اپل صحبت کردیم این یه پروپاگاندایی داره که یه بازیای روانشناسانی با تو انجام میده تو یه مدل خاص فکر میکنی و طوری رفتار میکنی که به نفع اون شرکته همه ما هم تو این قضیه هستیم روزمندم چیز بدی نیست ولی حالا با امروز راجع به پروپاگاندای سیاسی میخوایم صحبت کنیم که تلاش یه گروه پروپاگاندی است که ما رو وادار کنه یه مدل خاص فکر یا رفتار بکنیم خب هیتلر من هفته پیشم دو هفته پیشم گفتم شما سرچ کنید یه عالمه مطلب از هیتلر میاد بخاطر این که اینکه این ضربه رو توی جنگ جهانی اول خوردن توی جنگ جهانی دوم هیتلر فهمید بابا پروپاگاندا ابزار بسیار قدرتمندیه باید ازش استفاده بشه اه. اینجوری میگه میگه هدف پروپاگاندا این نیست که حقیقت رو ابجکتیولی مطالعه کنه ابجکتیو نه ابجکتیولی چی میشه یعنی حقیقت رو اونجوری که هست بیان کنه دو حالت حالا زیاد هم توضیح دادیم قبلا راجع به موضوع صحبت میشه یا ابجکتیو یا سابجکتیو سابجکتیو یعنی اینکه من یه موضوع رو ببینم نظرم و نظر شخصیم رو بهش نسبت بدم ابجکتیو اینجوری که تو واقعا بری دنبال حقیقت بگردی مثلا من برم به جای که بگم به نظر من این رنگ فلانه برم اثبات کنم که این رنگش اینه یا همچین چیزی هیتلر میگه که هدف پروپاگاندا این نیست که حقیقت رو ابجکتیولی مطالعه کنه و با اکادمیک فرنس در اختیار عموم قرار بده حالا اکادمیک فرنس یعنی چی یعنی حالا مقاله های اکادمیک رو خونده باشید همیشه میاد یه فرضیه ای رو مطرح میکنه مثلا میگه که من اگه توی پادکست مثلا طول مدت زمان پادکست ما انقدر باشه میزان شنونده ها انقدر افزایش پیدا میکنه خب این رو من توی یا میام مطرح میکنم بعد میرم این آزمایش رو میدم به یه عالم پادکست توی جاهای مختلف دنیا میگم مثلا یه آزمایش انجام میده طول پادکست اکس یا آزمایش دیگه طول پادکست مثلا اکس به علاوه آلفاه با این الفا بازی میکنیم اعداد رو جمع آوری میکنیم اعداد رو مطالعه میکنیم بعد متوجه میشیم که آره فرضیه من درست بود و مثلا این به نظریه تبدیل میشه یا حالا اعداد و ارقام در واقع حمایت میکنه فرضیه من رو به میگن اکادمیک فرنس یعنی شما یک سری اکسپریمنت ران میکنی یه سری آزمایش انجام میدی که نشون بده که فرضیه که شما مطرح کردی درسته و کار میکنه خب هیتلر میگه هدف پروپاگاندا نیست که حقیقت رو ابجکتیولی مطالعه کنه و با آکادمیک فرنس در اختیار عموم قرار بده هدفش اینه که در خدمت حقوق ما باشه همیشه hmm. This is the truth hmm. یعنی چیزی رو که من بیان میکنم اینه و درست همینه تمام حقیقتونه. هیچ چیز دیگه حقیقت نیست یه تفاوتی بین یه و هست میگه که پروپاگاندا میگه که به مردم میگه که به چی فکر کنن آموزش به مردم میگه که چه جوری فکر کنن به این خیلی قشنگه و خیلی هم مهمه اینو که من داشتم میخوندم قشنگ رفتم توی دوران مدرسه خودمون و به این نتیجه رسیدم که نظام آموزشی ما ابزار پروپاگاندا است درصد هم. چون به ما نگفت چه جوری فکر کنیم توی به یه سری فکر. مس... آره. توی یه سری مسائل قشنگ اومد گفت به چی فکر کن آه. اگر هم نگاه کنی ببین حالا درسای علوم انسانی تو ایران فکر کنم در مقایسه با حالا علوم دیگه پایین ترین کیفیت رو داشته باشه چون حکومت روش دست انداخته هر چقدر مثلا ما ایرانی‌ها توی مهندسی و ریاضی توی همه جای دنیا قویم توی پزشکی قویم توی علوم انسانی نیستیم به خاطر اینکه به خاطر دقیقا همین موضوع علوم انسانی چیزیه که در واقع تو مثلا میری جامعه شناسی میخونی مردم شناسی میخونی حقوقدان میشی که بتونی از در واقع حقوق مردم دفاع کنی راجع به مردم فکر کنی اونجا جاییه که نظام آموزشی باید به تو یاد داده باشه که چه جوری فکر کنی ولی جمهوری اسلامی به تو میگه که به چی فکر کنی یه سری فقه اسلامی و یه سری افکار و حالا عقاید متحجر رو میذاره جلوت و تو فقط مجبوری توی اون قالب اگر میخوای چیز دیگه علوم انسانی اسلامی اسمش آره دیگه اصلا همیشه هم خبراش میاد آره. که اصلا کتابا باید عوض بشه و تغییر رویه داده بشه و نقدی که حالا همیشه به نظام آموزشی ما وارده اینه که ماها ماهایی که تو نظام آموزشی روش کردیم تفکر نقادانه نداریم کریتیکال تینکینگ نداریم چیزی که حالا ام. توی کشور پیشرفته خیلی بهش بها داده میشه به خاطر اینکه اونه که جامعه رو جلو میبره یعنی هر چیزی به شما دادن تو نباید قبولش کنی تو باید بتونی از جنبه های مختلف این رو بررسی کنی و اونه که باعث پیشرفت من حالا من یه مثال از کار خودمون بزنم فرض کنید حالا ما میخوایم یه پروداکت جدیدی رو لانچ کنیم میخوایم راجع یه فیچری میخوایم به این پروداکت اضافه کنیم ما میریم توی یه میتینگ چند نفر آدمیم که قراره اون موضوع کار کنیم هر کی ایده خودش رو میده فرزاد رو میده ایمان میده فراد میده منم میدم و این ایده ممکنه کاملا با هم متفاوت باشن شروع میکنیم به بحث کردن نقاط مثبت منفیش رو در نظر میگیریم این میشه نقد کرد اون تفکر نقادانه است قرار نیستش که ایمان بیاد به من بگه اینه من برم اینو انجام بدم این اتفاق هیچ وقت نمیفته بالاترین رده اون شرکت هم بیاد به ما این, این حرف رو بزنه بگی نظر من اینه اون حرفش میتونه نقد بشه و نظر بهتر از اون انتخاب بشه در نهایت این میشه تفکر نقادانه خب این باعث پیشرفته و ما اینو توی ایران نداریم تو نظام آموزشی ما اینو به ما یاد ندادن و منی که مثلا از اون نظام اومدم اینجا توی این محیط دارم کار میکنم میبینم آقا یه سری سافت اسکیلا رو ما ماها نداریم توی بحث کردن توی اینکه چه جوری ای رو مطرح کنیم چه جوری درست با چه ادبیاتی مطرح کنیم بهمون بر نخوره شخصی نشه <applause> شخص اینا رو ما نداریم که اینا رو اون نظام به تو یاد نمیده به خاطر اینکه ابزار پروپاگاندا کامل پیاده سازی شده بود توی نظام آموزشیش به تو میگفت به چی فکر کنی بچه دبستانی حق نداره خدا رو سوال کنه حق نداره شک کنه به دین به حرفی که داره بهش میزنه اجازه نداره فکر کنی چیز میشی نه میمون میشی چی چی میشی از این دریوریا که توی فست فکر... آره توی فکر ما کردن بعد براتون بگم که هیتلر دوباره برگردیم به هیتلر میگه که دروغ هر هرچی بزرگتر باشه احتمال باورش بیشتره این احمدی نژاد سال 88 بیاد سازی کرد اون گفت ما 63 درصد رأی آوردیم 63 درصد خیلی راحت دروغ خیلی بزرگی که همه بتونن کسی نتون سوال کنه نمیتونین شخص شست... مثلا میگه ما 51 بودیم اونو سوال میکردم اون یه درصد به پرونی مثلا از اکثریت بیافتیم ولی یهو میگه 63 کارش نمیتونی بکنی نویسنده کتاب فالسهود این وار تایم آقای آرثر پانز پانزن بای به بخش جالا اگه اسمش رو من اشتباه میگم گفته که وقتی که جنگ میشه حقیقت اولین قربانیه و این خیلی جمله مهمیه توی جنگ کلا روی پروپاگاندا میچرخه دیگه ابزار رسانه‌ای تو داره از ارتش تو تعریف میکنه همین جنگ روسیه و اوکراین شما نگاه کنی هر دو رو همی همین جنگ همه. دنیا, همه. دنیا همه همه میگم جنگ اصلا روی پروپاگاندا میچرخه و ایشون میگه که وقتی که جنگ میشه حقیقت اولین قربانیه بعد حالا نگاه کنیم ما توی 44 سال گذشته ما که همیشه تو جنگیم دیگه یا داریم با آمریکا اسرائیل میجنگیم یا با خودمون دیگه پس ببینید توی این مملکت حقیقتی همیشه. وجود نداره اون عب... اه... چیزی که از رسانه ها پخش میشه حقیقتی توش نیست بخاطر ما همیشه تو جنگیم و توی جنگ اه، حقیقت قربانی میشه می حکومت های توتالیت نیاز به دشمن دارن بدون دشمن که ما سر سرپا باشیم میگه بعد وقتی مملکت سر کی بندازیم اه، آه، حالا مثلا یکی از ابزاره پروپاگندایی که توی ایران پیاده سازی شد بعد انقلاب بسیجه توی مدل های مختلف داریم بسیج محلات داریم دانش آموزی داریم دانشجویی داریم. سر کار بسیج داشتن توی ویکیپدیا نوشته که 21 هزار نفر خبرنگار داوطلب توسط سپاه تعلیم دیدن که توی سوشال مدیا تلویزیون رادیو اینترنت فعالیت کنن اینا همون همون ابزار پروپاگانداشون و اینو به مور و ملخ همه جا بوده من یادم اکباتان بودیم نمیدونم شاید خاطره رو گفته باشم اول راهنمای آدم چند سالشه 11 12 سالشه من با ما یازده سال همون یازده من دیده رسیدم دوازده این <applause> آره حالا خیلی فاز دو رفته بودیم من یه دوستی داشتم بعد ما اون موقع مثلا تونسین با دو تا دختر دوست بودیم این ها رو مثلا میدیدیم فقط از دور خب <applause> رفته بودیم ما چهارتا نشستی تو رو روی نیمکت توی فاز دو بعد یه از این بسیجی دوزاری ها حالا ما زیادم تو اکباتان دیدی دید پایگاه بسیجی های اومد پیش ما پاشو گذاشت روی چیز روی نیم کرد, کرد. کرد. پاشش شلوار داد بالا یه کلت به پاش وصل بود <applause> آره اینو نشون داد فقط همینا یعنی هیچ حرفی را به کلت و یه سلام علیک با ما کرد و فکر کنم دکتر دکتر پاشون رفتن توی مایا یه صحبت خیلی معمولی هم که ولی این حرکت رو انجام داد به شما نشون داد آره من مثلا کلت دارم من چی کارت کنم چه ساله آره تو من برای تو چه تهدیدی دارم تو اینجا دوباره اونجایی که خیلی سخت میتونی معدب بمونی ولی آره این اصلا بسیج کلا ابزار پروپاگاندا همه جا از کره شمالی برید اینو آه. داره چین داره اینا چیز دیگه از از دست اونا دارن مینویسن میگن نه؟ الان ملت دارن خیلی بیشتر از کلد نشونشون میدن آره بعد آها اینو گفتم گفتیم 21 هزار خبرنگار توسط سپاه تعلیم دیدن جای مختلف باشن گفتم مدرسه که بودیم معلم هم بسیجی بودن آره یه معلم علوم داشتیم معلم ایمانی نبود توی راهنمایی. نمایی برجسته من الان میفهمم این چه بیشرفی بود چه بی شرف دیگه, برجست بود دیگه. چه برجسته بودی چه باج بود حالا اون شما مقابل بود نه حالا سعره... شما یکی دیگه بود چی اصلا یه جوری رفتم نگاهش کردم که مثلا طرف ấy... تو گوگل هست مثلا ببین الان من براتون میگم چه بی شرف ترانسکریپت تو داری بعدش راهنمایی توی سن حالا 12 13 سالگی بی شرفا بودن گذاشتن توی کلاس ما حالا جالب این آدم اصلا اوایل اصلا خیلی رابطه‌اش با من خوب بود از یه جوری بعد خیلی بد شد اصلا این اتفاق نمیافتاد هیچ وقت بعد این اومد گفتش که یه روز اومد راجع به بحث چمران بود توی جنگ و اینا مغز بچه مثلا ما که ما چقدر میگفت آره این انقدر آدم قابلی بود شریک هم بود دیگه توی فلسطین و اینا تعلیم دیده بود این از تپه میدوید میومد پایین و عراقی ها با حالا و اینا مسلسل تیراندازی میکردن و به این نمیخورد این اینجوری جلی جلی با. آره ولی بیشرف, بیشرف بودنش برای این نیست بیشرف بودنش برای این جمله است که من اینو سعی کردم دفن کنم تو مغزم هم ولی الان وقتشی که بگم این اومد یه بار سر کلاس گفتش که آره مثلا توی خانواده اینو اگه خواهر خواهر دختر خاله فلان مادر هر کی دارید که یه چیزی هست اگه کسی اگه خانومی ساغ پاش دیده بشه پاشنه پاش دیده بشه و به اینجا رسید مکس گفت نه تو دیگه از اینجا بعدش نمیگم بعد این دقیقا تریکیه که آدم رو ترغیب کنید که نه بگو چی شده اینا برگشت گفتش که این مصداق اینه که خود فروشی کرده آجا. بله اون بیشرفی که اون بسیجی بیشرفی که اسم خودش رو میذاره معلم علوم پا میشه تو راهنمایی به بچه های بچه تو اون سن <متحدث> آره ما این جور جاها بزرگ شدیم دیگه حالا و خروجی اینا میشه ما داریم انقلاب زن زندگی آزادی انجام بر همین میگیم خیلی مترقیه این <متحدث> همه این نوابیقشون تلاش کردن که پروپاگاندا داشته باشن شستوشی مغزی بدن ما شدیم مترقی ترین انقلاب دنیا یعنی اینا رو هر چیزی واقعا سرمایه گذاری میکنن دقیقا خلاف اون چیزی که اینا میخوان میشه و این خیلی خبر خوب, <متحدث> خوب و واقعا چقدر یعنی هیومانیتی تا کی میتونید تحت فشار انسان،, انسان ها رو تا کی چقدر میتونید تحت فشار بذاری واقعا دیگه یعنی از اولش باهم هم که یه روزی میریزه دیگه حالا دیر و زود داره یه سری داشون ولی... فهمیدن اونا که فهمیدن زود حذف کردن دیگه آقای منتظری رو خیلی زود حذف کردن طالقانی رو حذف کردن طالقانی خیلی آره. عجیب حذف کردن چون فهمیده هاشون رو حذف کردن خودشون موندن و خودشون دیگه یعنی یه سری خودشه حالا خودشون دارن حذف میکنن دورش رو بعد از تو خودشون هم خودشون هستیم مثلا لاری جانی هم از تو خودشون هست شد رفسنجانی از تو خودشون این نمیدونم چند لول میتونه بره پایین ولی دیگه چیزی نمیمونه ازتون بعد براتون دیگه چی بگم ساق پارم که گفتیم و آره قدیم پروپاگاندا حالا همیشه دست حاکم شهر و کلیسا و این داستانه بوده بعد با ورود به قرن 20 یعنی 1900 خورده یا ای اینا که تلویزیون و رادیو رادیو حالا تلویزیون اختراع شد دولت آمریکا و بریتانیا فهمیدن که اوه ابزار پروپاگاندای به مراتب قوی تری مثلا از کلیسا داریم و این رادیو از این شروع کردن استفاده کردن حالا عکسای معروفش هم هست دوست داشتید نگاه کنید که آمریکایی‌ها چجوری ترغیب کردن که ملت عضو ارتش بشن برای جنگ جهانی اول یهو فهمیدن که میشه از این ابزار رادیو تلویزیون یه استفاده دیگه ای کرد بعد رسید به هیتلر و هیتلر هم که فوق از این موضوع پروپاگاندا تونست استفاده کنه و داستانی که این رسید دیگه به این مدل حکومت ها. حالا میگم حکومت آمریکا و انگلیس یه مدل دیگه ازش استفاده میکنه رسید مثلا به جمهوری اسلامی تو کشورهای که کلا آزادی بیان وجود نداره کره شمالی ایران و چین و اینا مدیا کلا صدا سیما کلا ابزار پروپاگانداه یعنی <applause> اخباری که تلویزیون ایران نشون میده تماما پروپاگاندا تا همه اکثر نه همه اکثر برنامه های دیگه شون که انجام میشه و اینا موفق هم عمل کردن من مثال سال 88ش رو میزنم من یادم 88 ما سوم دبیرستان بودیم امتحانات نهایی ما هر روز صبح زود میرفتیم توی حوزه بحث راجع به موسوی و احمدی نژاد من خوب یادم اکثریت اونجا ما طرفدار موسوی بودیم یه دونه رو داشتیم این احمد نژادی بود خیلی هم بحث میکرد و اینا آدم مذهبی بود اون آدم کلا و مثلا به این اشاره میکرد که آره طرفداری موسوی قرآن آتیش زد حتی این مال قبل از انتخابات بعد از انتخابات ما بحث رو که ادامه میدهیم میگفت آره اینا دیگه قرآن آتیش زدن و این دیگه خیلی حرکت بعدی من یادم کاملا این آدم مغزش تحت اختیار پروپاگاندای جمهوری اسلامی بود. ام. اون هم حالا اینترنت هنوز انقدر ما اخبار اینا رو از طریق اینترنت دنبال نمی‌کردیم و ما ام. ام که اینا نداشتن و اینا الان که من این آدم آدمو میدونم میبینم توی اینستاگرام خیلی خوشحالم که درست شده و متوجه شده که حقیقت. با اینکه حالا اون موقع آدم مذهبی بود الان نمی‌دونم هست یا نه به منم مربوط نیست ولی حداقل میدونم جای درست وایساده. ولی می‌خوام بگم توی 88 اون پروپاگاندای که جمهوری اسلامی داشت که نمیدونم اینا اختشاشگر دارم قرآن آتیش دادن اون واقعا رو ذهن یه سری آدم مذهبی تاثیر گذار بود آره. <applause> <applause> ولی الان مثلا میبینن یارو میره ارباده میکشه توی یک باتان چیت کرد که ما پاش بیفته پای زن و بچه سر زن و بچه خودم میبریم اون دقیقا چون میگم تلفن هست اینترنت هست این به گوش همه میرسه اون بدن مذهبی که شاید همچنان باهاشون باشه رو هم از خودشون دور میکنه میبینه بابا این آدما لات و و کشن دیگه اومدی همچین حرفی زده و Different. هیچ آدمی که حالا مذهبی که به intenst. اون شکل یعنی باور شخصی باشه رب بس نباشه به حکومت دیگه اینو که نمیتونه بپذیره هر جوری فکر کنی این جمله جمله که قرن 21 نباید زده بشه مثل جمله کیروش اون جمله کیروش واقعا آره حالا سوالی که ما توی اینستاگرام پرسیدم دیروز که آیا توی اطرافیانتون کسی رو میشناسید که رادیو تلویزیون ایران رو ببینه و بشنوه و اطرافات اجباریش رو در واقع باور کنه حالا آره تو قبل زبط که من اعداد رو چیک کردم حدود 1500 نفر رای داده بودن یه ذره بالای نصف 52 درصد تا اون لحظه گفته بودن که بله یعنی اکثریت بله بود آره میشناسن کسی رو که گوش بده 47 8 درصد مثلا گفته بودن آره خیر اه داستان اینه که اول من یه توضیح بدم این آمار معنیش این نیستش که 52 درصد جامعه آماری این سوال رادیو تلویزیون رو گوش میدن و باور میکنن معنیش اینه که 52 درصد حداقل یک نفر رو میشناسن که گوش بده و باور کنه من میدونم آدما این عدد رو میبینند خیلی ناراحت شدن به ما هم پیام دادن ولی من اتفاقا دیدم این فقط روی 50 خورده درصد مونده من خوشحال شدم من اول که سوال گذاشتم من انتظار 70 درصد داشتم که جواب بله بگیریم 70 درصد یه نفر رو بشناسن الان میبینید فقط 52 درصد یک نفر رو میشناسن که اه... بشنی پا برنامه اینا آره و اینا رو باور کنیم که حالا دلایل مختلفی رو یه ذره جلوتر بهش اشاره میکنیم ولی کلا گفتم رادیو تلویزیون کشورهای بسته مثل ایران کلا ابزار پروپاگاندا حرف منو باور نمیکنید دستگاه کرونا یابی که ایران اختراع و اون فرمانده سپا ازش استفاده کرده برید فیلمش رو ببینید دیگه همون هم توی تلویزیون پخشو که اینا دستگاه اختراع کردن این کرونا پیدا میکرد آره واقعا تو چقدر گاوی یه شاه 100 متر انگار آره این که خوش شوخی خودشون به شوخی این کارو کرده بود اون موقع دیدن مثلا جامعه خیلی در... شرایط روحی روانیش خوب نیست گفتن گفتن بذاری فرماندهای سپاه اون هیکل اومده تو تلویزیون شوخی کرده اینا اینطوری فر... بذاری فرماندهای سپاه و بیاریم یه ذره مردم رو شاد کنن و اینا آه... خوش رو میرنستن شوخیه <تصفح> ولی آره یه توضیح دیگه راجعه این اینجاست آه فوشی من امروز دهن من یه توضیح دیگه بدم ببینید حالا اعداد ارقامی که من با یه سری آدم سر کم صحبت کنم مثلا آدم میگفتن نه پدر من خواهر من برادر من فلان ببین به نظر من دو دستن کسایی که همچنان به رادیو تلویزیون ایران توجه میکنن دست اول اونایی که خب نون میخورن از این موضوع واسلا به نظام و نونشون از اونجا میاد من اصلا به اونا کاری ندارم هیچ کدوم ما با اینا نباید کاری داشته باشیم اونا رو کاریش نمیشه کرد به ما هم ربطی نداره خیلی هم کمالگرا لازم نیست باشیم که صد درصد آدم رو آگاه نگه داریم اونا به خودشون قول دادن که نفهمن در جهل مرکب دیگه طرف دیگه کاری از دست ما بر نمیاد اما یه دسته دیگه هست که رادیو تلویزیون رو گوش میدن ولی وصل به نظام نیستن روی صحبت من با اوناست و در واقع من اصلا این سوال رو از بچه های خودی که پادکست گوش می‌دادن رو پرسیدم که ببینی برای اون آدم های دست دوم چه کاری میشه انجام داد ببین چیزایی که من حالا از بچه گرفتم یه سری میگفتن که خب سنشون سن زیاده یه سری آدم‌ها ها پدر بزرگ مادر بزرگ ها واقعا سخته دیگه وی پی باید وصل کنی بعد باید... حالا اصلا وصل کردی کجا بری بری مثلا تویتر چه کنی تویتری محیطی که خیلی جدیده و برای اون آدم های اون سن سخته کاملا پذیرفتنیه پرکتیکال oh. نیست آره دو سخته دیگه برای اون آدم ها کاری که حالا ایمان توضیح داد به نظر منم خیلی قشنگ بود دقیقا همین کار رو ما باید انجام بدیم شما اگه توی خانوادهتون افراد حالا محسنتری وجود دارن که براشون سخت با تکنولوژی کار کردن برای شما که سخت نیست شما اونها رو میتونید آگاه کنید باور کنید یک نفر رو هم شما آگاه کنید تاثیر داره هر کاری الان توی زمان حال انجام ما بدیم تاثیر داره یهو لازم نیست ما بریم مثلا کل کشور رو بگیریم همین قدم‌های کوچیک کوچیک مطمئن باشید تاثیر داره شما اون آدمایی که حالا موسن رو سعی کنید آگاه کنید یه سری دیگه گفته بودن چون مثلا پدرشون مادرشون خواهرشون برادرشون این کارو میکنه واصلا نیستن، خودشون میگفتن آدمای خوبی هن. اونا حالا بیشتر موضوع این صحبتن اونا بخاطر اینکه حالا قش کم سنتری هستن نسبت به افراد حالا مسن و پدر بزرگ مادر بزرگ تمرکز ما باید بذاریم روی اینا قبلش توضیح داریم، بالاخره اینا انسان هستن و انسان ها حس دارن و حسی مطلب درونیه حس رو جمهوری اسلامی نمیتونه تغییرش بده شما میتونید به اینا فیلم کیان رو نشون بدید فیلم آدم های دیگه ای که کشته میشن اون عکس دختری که سر مزار مادرش بود اونجوری گریه آدم دیوونه میشه اون کسایی که فاصله 5 سانتی بهشون شلیک میشه و فیلمشون جای ساچماهایی که, که روی دومار بدن آدم ها هست نمیدونم شرایط حسینی رونقی تمام زندانی های سیاسی خودتون بهتر از همه ماها میدونید اینا رو میتونید بهشون نشون بدید براشون توضیح بدید که ایران چقدر به خودی خود کشور ثروتمندیه دومین منابع نفت منابع گازی دنیا رو داریم منابع نفتمون جزو هم تاپ چند،, چند هر معدنی که بگی اورانیوم طلا نقره نمیدونم تمام سنگای ارزشمند رو داریم دیگه صنایع دستی و مح... نیروی انسانی و مهارت اینا هم که ببینید خارج از کشور بچه ها کجاها دارن کار میکنن چه دارن میدرخشن نیاز به توضیح ما نیست با همین توضیح که ایران انقدر کشور ثروتمندیه و نرم افزار درست هم داره یعنی فکر درستی هم داره ببینید ما توی حالا مسائل اقتصادی جایگاهمون کجاست دیگه یه آدم معمولی که به نظام وصل نیست که متوجه میشه صفرش داره هر ماه هر سال کوچیکتر میشه داره میبینه خودش داره سخت چند تا شغل رو کار میکنه ولی همچنان نمیتونه زندگیشو بگذرونه این بابا یه سوال ف... امید به آینده دارید یعنی از من واقعا قبل از این اتفاقات من شاید حتی یک نفرم نت... این سوال زیاد پرسیدم یک نفر توی اطرافیان من چه جوون چه پیر چه ثروتمند چه حالا د... نه اونقدر پول داشته باشه آقا امید به آینده وجود داره نه یه طرف که نجاز حتی طرفی شاید. که میگم طرف میلیونره تو ایران هر اونم امید به آینده نداره میگه همین کسی با... که میلیون که الان منظور حالا <laughs> چی میگم یعنی این امید به آینده است یعنی یک سوال خیلی ساده است آیا اون به آینده دارید نه پس بیاین یه شرایطی درست کنیم که عوض چون که با شرط فعلی که همین میمونه اگه از این بدتر نشه همین که نمیمونه دیگه نه یعنی میگم حالا دیگه فوق دیگه بهترین پرفورمنسی که جمهوری اسلامی میتونه بذاره اینه که همین انی که هستو نگه داریم نمیتونیم قاتل سر کار باشه کلاس بعد یورو خم میشه بهش میگه جناب آره به این آدما همینو رو میگن وقتی وصل نیستن به نظام میتونید اینا رو نشون این فیلم, ها رو نشون بدید همین بحثه که ایمان گفت شما امید به آینده داری تو داری میبینی سفرت کوچیک‌تر میشه تو داری میبینی قدرت خرید چقدر داره کم میشه تو داری میبینی این همه آدم خوشفکر رو یا کشتن یا انداختن تو زندان یا فراری دادن از دست آخون ما فرار کردیم به بیش از 100 شهر دنیا به خود لیست این خانواده‌های پرواز اوکراین رو که نگاه میکنه یه سری شهرها ما نشنیده بودیم اونجا هم ایرانی هست اونقدری که تجمع برگزار میشه آره آه. کجا بود گلاسکو یه ویدیو اومده سکوتلند. بود آره. اصلاً, اصلا یه اصلا یه جایی که من فکر نمی‌کردم هیچ ایرانی به ذهنش برسه بره گلاسکو مجبوریم مثلا. دیگه مجبور بودیم تو ز... تو ذهن من دیگه بعد که می‌بینی ویدیوش میگم بود دمش اونجا هم وایس دادن تو این سرمای توی همین استوکل فیلم سو اومد داشت بوران تمرکز رو بذاری روی اینا شما که صدای ما رو میشنوید شما که به جواب اون سال جواب بله دادید و میدونم که سمت درست قضیه هستید تمرکز رو بذاری روی این آدمایی که وصل نیستن ولی همچنان نتونستن سمت درست قضیه رو ببینن با اونها صحبت کنید مدام این فرآیند نیست اخبار درست رو بدید این بحث ها رو باشون انجام بدید که چرا ما توی ایران باید با اون فرق زندگی کنیم در صورتی که بسیار کشور ثروتمندی هستیم و آب تو سنگ نفوذ میکنه دیگه ایمان یاد رفته بودیم این پول رو که دیدیم آب رو خیلی یه چیز جالبی گذاشته بودن یه سری سنگ این پایین بود بعد آب قطر قطره روی این سنگ ها چکیده بود یکیشو گذاشته بودن مثلا ده سال 20 سال مثلا تا پنجاه فکر کنم پنجاهیه دیگه سنگش سوراخ شده بود اینا هر کدوم کمتر آب تو سنگ نفوذ میکنه ما یعنی توی مغز آدمایی که دور هستن و احتمالا رابطه عاطفی باهاشون داریم و اینا وصل نیستن یعنی مزدور و جهانی نیستن اونهایی یعنی اونایی که هستن ما اصلا کاری نمیتونیم باهاشون داشته باشیم اونایی که وصل نیستن رو ما توی مغز اونا نفوذ کنیم این همون یه قدم جلو اومدن است اگه ما نمیتونیم بریم توی خیابون نمیتونیم حضور فیزیکی داشته باشیم این میشه اون یه قدم از شما دو نفر دور خودت آگاه کن اون دو نفر آه. شاید بره دو نفر دیگر رو آگاه کنه این سیستم های هرمی شاید یه جا به کار بیاد و اون هم توی اطلاعات آگاهی آره اون هرمی هایی که ما یه امدیستتون کردیم و خواهیم کرد اینجا اون سیستمتون کار خواهیم. میکنه اصلا ما میتونیم این شرکت هرمی رو بزنیم آقا آگاه کنید هر نفر دو نفر دیگر رو با خودش آگاه کنه دو نفر آگاه کنه پاداشش رو بعد از آزادی بود میدیم بهتون ببین واقعتش همینه دیگه ماها میایم نگاه میکنیم مثلا میگیم که خب ما ایران نیستیم تو تظاهرات نمیتونیم شرکت کنیم تو ایران نیستیم اعتساب نمیتونیم بکنیم یا حساب هستا... تو ایران هستیم مثلا مدیر خودمون کارفرما نیستیم مثلا کارمندیم نمیتونیم. ببین تا یه حدی ماها نمیتونیم هیچ کاری بکنیم دیگه یعنی اطلاعات دادن دور صحبت کردن با آدمای اطراف آمون. دیگه واقعا جز مینیمم کارهایی که آدما میتونن بکنن ای که میترسیم روی توییتر فعال باشیم روی اینستاگرام فعال باشیم و من اینا رو درک میکنم و یعنی میفهمم که یه نفر میتونه از این نگران باشه که یه بلایی سرش بیاد من میفهمم اگه که تو ایران داره زندگی میکنه ولی دیگه آگاه کردن اطرافیان که فکر نمیکنم اونقدر سخت باشه یعنی جز وظیفه های شهروندی مونه در این شرایطی که الان هستیم و اینم یه زی... بزن من کنم جا آره فقط میخواستم بگم برای انرژی و وضعیت روانی خودتون هم احترام قائل باشید ارزش بدیم به خودمون میگم اگه تشخیص دارید اون آدم وصله باش بحث نکنید اصلا بی خوده یعنی زندگی اون آدم توی نفهمیدنه من یه, یه توییتی هم زدیم ام. که آقا این سایبریا اینا رو جوابشون ندید ما تست کردیم جواب داد واقعا تست کردیم جواب داد آره بلاک کنید من دیدم اصلا بلاک, بلاک کرد. اصلا جوابشون نده ببین اصلا اینا شغل اینه ای که اصلاً؟ بیاد که اعصاب تو رو خرد کنه دیگه وگرنه این آدم که منطق نمیدونه ماره. که من که با اون آدم که نمیتونم بحث منطقی ما این هم بحث منطقی انجام دادیم میدونیم چه جوری انجام میشه خروجیش چیه با اون آدم که تو بحث منطقی نمیکنی قرارم نیست بکنی اصلا اونجا هم نیست اون میاد اعصاب تو رو خورد کنه ویدیو میذاره نگاه نکن مطلب میذاره نخون کامنت میده به جواب نده استوریای ما رو ریپلای میکنه جوابات نمیدیم بریدش کنید جواب میده دارید میرید آگاه کنید اگه یه درصد تشخیص اون هم وصله ببوسید باشید اصلا مهم نیستن میگم قرار نیستش که صد صد جمعیت آبا. کمی نداریم یعنی میتونیم بریم بعدی آگاه بکنیم آره. من با کارون داشتم ساعت میکردم سریع چیزی چند پیش شام دیروز بود آه. در اونی کردیم که چقدر آه. بعضی هستن که اتفاقایی که داره در ایران میفته رو سعی میکنن ترجمه میکنن که آه. به دست حالا جهانیان برسه آه. کار با ما گفتش که آره با چند تا از اینا که صحبت میکردیم اینطوری بودی که خیلی سخت ترجمه که من چی بگم که مثلا عمق فاجعه مثلا کیان yes, رو ما بتونیم عمق yes. امون... فاجعه کیان رو ما بتونیم بیان بکنیم انتقال خب؟ اون لحظه من اینطوری بودم که خب شب واقعا اونقدر سخت نباشه بعد رفته بودم پیش لویز با لویزشون ورزش میکردم بعد سعی کردم اینو براش توضیح بدم وسطش اینطوری بود که ببین واقعا علاقه ندارم بس. چون خیلی دیستربینگه این چیزی که داری میگی این حرفی که داری میزنی خیلی از حتی ترسنگترین فیلم هایی هم که ما دیدیم یه جای دیگه است یعنی ما اینو هم حالا به قول خارجی ها پیگی بکراید بکنم رو حرفی که کارون زد ما توی شرایطی که هستیم شرایط معمولی نیست برای آدم های معمولی دیدن این همه حالا ا... مصیبت, ا... و اتفاقات ناراحت کننده عادی نیست دیدن خوندن اتفاقایی که برای کیان افتاده عادی نیست دیدن بچه هایی که پرپر پر میشن عادی نیست اینا هم باید درک بکنیم یعنی حواسمون به خودمون هم باید باشه یعنی تمام اسپیس هایی که شرکت میکنی برای کسایی که توی ایرانن میگن آقا سیفتی خودتون سلامت خودتون اوله درسته که حضور در خیابان خیلی مهمه ولی هممون باید زنده باشیم که بتونیم اینو ببریم جلو اینو هم درک بکنیم که آره توی شرایطی که هستیم ممکنه ناراحت باشیم ممکنه حوصله نداشته باشیم ممکنه حساب نداشته باشیم ممکنه یه ذره پرخوشگر باشیم نسبت به اطرافیانمون همه این رو میفهمن به خاطر که شرایط فکری و ذهنی استیبلی الان وجود نداره الان هممون توی شرایط استراری و فقط داریم سوروایو میکنیم اینم دونستنش خالی از لطف نیست واقعا یادم رو بدونم که الان هر محیطی ما میریم توی دوستایی که ممکنه هیچ وقت م... مثلا ده هم به ده نمی شدیم اینقدر تنش من خودم با دوروبری اینقدر تنش داشتم و اینا همش به خاطر همین شرایطه و اینم اوکیه که آدم بگه آقا من دو روز اصلا نیم هیچ هیچ خبری نمیخوام بخونم میگم میگم یعنی اینقدر ممکنه تحت فشار باشه که ما خودمون بعضی روزا اینطوری میگیم آقا ما امروز دیگه اصلا از صبح تا شب من هیچی نمیخوام تو توییتر باشم نمیخوام ایران اینترنشنال و اینا همش عادیه نذاریم به همون اینا دقیقا همون میشه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی که میخواد بین ما تفرقه بنازه تو امروز توییت نزدی پس تو صد درصد ارزشی فلان موضوع سایبری هستی با هم دیگه مهرمان باشیم میدونیم که تا اینجایی که اومدیم هیچ وقت فکرشو نمیکردیم اگر که یکی به ما مثلا سال پیش میگفتش که این موقع از ساره یه همچین شرایطی توی کشور هست همچین امیدی توی کشور داره میره جلو ما هیچ باورش نمی کردیم من میدونم این جمله اذیت میکنه ولی دوست دارم هی تکرارش بکنم پس ما میدونیم که این کار میکنه یعنی یه نفر این حرف حرفو زد که واقعا می که این داره کار میکنه کنه پس ما, نتیجه, پس ما نتیجه می گیریم که این کار کنه و من تا اون روزی که وای میسیم اینجا می بگم که انقلاب ما با موفقیت انجام شد مهم. اینو میگم اینو انقدر میمونم اینجا و این من این جمله یه روز تو این میگم اینم از این امروز اپیزود اون خیلی طولانی شد یک ساعت و سی دم همگی گرم مرسی. که هستید مرسی که پشت سر هم دیگه هستید مرسی که دارین تلاش میکنید برای آزادی خودتون برای آزادی همدیگه دیگه مثلا همیشه زن زندگی آزادی تا برنامه بعدی فعلا خدافظ خدافظ زن زندگی آزادی